سلام دوستان عزیز، امیدوارم که همتون خوب باشید. به درسمون خوش اومدید. دوباره با شما هستیم و امروز سومین درسمون رو شروع میکنیم. فکر میکنم در صدا مشکلی نباشه، یکم دیر کردیم، مشکلات فنی وجود داشت. و کاری که امروز میکنیم تاریخ علم کابالا. حالا تا امروز چه کار کردیم؟ این سومین درس ماست. اول کیا میتونن علم کابالا رو کار کنن؟ راجبش حرف زدیم. یعنی هر کسی که این آرزو رو داشته باشه میتونه کار کنه و متعلق به هیچ دین و ملیتی نیست. و هر کسی که نقطه تو قلبش بیدار شده باشه و معنی زندگی رو بپرسه میتونه کار کنه، چون با هیچ دینی رابطه ای نداره. مربوط به زندگیمون و مربوط به واقعیت. به خاطر این هر کسی که میخواد میتونه کار کنه. مهم اینه که فرد این آرزو رو داشته باشه. درس گذشته چی گفتیم؟ مرور کوچکی درباره آفرینش انجام دادیم که انسان کجا و به خاطر چی آفریده شد. این دنیا که میگیم یعنی به واقعیت جدیدی میان، به حسیاتی که در یک واقعیت معلوم هست و اومدیم و دنبالش درجه هایی که باید به دست بیاره و داخل یک دوره جدید هستیم و داخل یک دوره هستیم با تمام آفرینش، تمام درجات بیجان، گیاه، حیوان، سخنگو، همش، تمام آفرینش در داخل یک تکامل و تغییر هستیم. به خاطر این هم آفرینش هم یک هدفی داره که انسانها باید به این هدف دست بیابند. مثل اینکه چطور یک بچه مجبور بزرگ شه، ما هم مجبوریم آدم باشیم. آدم شدن یعنی زندگی کردن به طوری که بتونیم خدا رو حس کنیم. اگه شخص خدا رو میتونه حس کنه به اون آدم میگیم، و اگر احساس نمیکنه در منابع معتبر کابالا بهش آدم نمیگن، در درجه حیوان زندگی میکنه، اینطور قبول میکنیم. مثل یک حیوان در جنگل، مورچه‌ای روی زمین، مرغی در لونه، چون زندگیشون شبیه به همه. تو این دنیا زندگی میکنن، تولید مثل میکنن، نسلاشون ادامه پیدا میکنه و بعد میمیرن. و در معنویات این درجه انسان نیست. درجه انسان آدم درجه یه که خدا رو بتونه حس کنه و زندگی که با خدا همزمان بتونه وجود داشته باشه. بهشت زندگی انسان میگن و جایی که بهشت میگن جایی که با خدا همزمان میتونه وجود داشته باشه و اونو حس کنه. به خاطر این تو کابالا یاد میگیریم که بعد از مرگ حوریا وجود ندارند، هر چقدر هم برای بعضی دوستان ناراحت کننده باشه. چنین جایی وجود نداره، جایی هست که میتونیم با خدا همراه او باشیم. به اونجا بهشت میگیم. تو معنویات هم به این شکله. حالا امروز هم یکم به تاریخ علم کابالا نگاه میکنیم. دوستان جدید و قدیمی هم میدونن که علم کابالا در موردش تو گوگل میتونین خیلی چیزا پیدا کنین، چون از سالهای سال علم کابالا مخفی بود و حالا هم به همه کس یاد نمیدن این علمو. فقط به کسی یاد داده میشه که میاد و میخواد یاد بگیره. به خاطر این نمیریم تا تو بیرون به کسی یاد بدیم. و طوری که کابالیستا میگن این مخصوص یک عده خاصه فقط، که لازمه نقطه تو قلبش بیدار شده باشه و دنبال معنی زندگی باشه، که آدم دنبال جوابش باشه تا بتونه جواب سوالش رو پیدا کنه. یعنی سوالشون جوابونو بولسون، اراده جوابلری بولسون. وازیان باکجاز شینی کابالا ایمن تاریخی نردن گیره. به خاطر این نگاه میکنیم که تاریخ علم کابالا از کجا میاد. 100 سال هاست، هزاران ساله که اینو با چیزهای خیلی مسخره مرتبط کردن. و دلیل این اینه که کابالیستا هیچ وقت به هیچ کسی اینو نگفتند. و چون به هیچ کسی نگفتند غیر از اونا نمیدونست که این چیه. و چون هیچ کسی نمیدونست چیه، در اطرافش تئوری های مسخره به وجود اومد و حتی دین و فلسفه هم از اینها ساخته شده. هر طور علم دنیاوی، فلسفه، طرز فکر، عرفان مرفان از علم کابالا میاد، چون علم کابالا علمیه که به طور روشن واقعیت رو برای ما روشن میکنه. و کسی که نمیتونه واقعیت رو به درستی حس کنه، از چیزایی که یاد میگیره تو سر خودش مثل خداهای یونان، رومیان، خداهایی رو میسازه و یا فلسفه در میاره و یا میگن در طبیعت چیزهای روحانی وجود داره. دلیل این هم طرز تعریف کتابهای کابالاست که
در علم کابالا چند زبان وجود داره و این چند زبان یعنی تعریف ها به چند شکل وجود دارند. کسی که به درستی اینا رو از یک کابالیست یاد نگیره، وقتی به کتاب ها نگاه میکنه با فانتزی که تو سرش داره یه چیزایی رو سرهم میکنه و ما از جایی که نوشته های معتبر میان از اونجا شروع میکنیم. حالا ماها آفرینش هستی که بهش بیگ بنگ میگن از اونجا شروع میکنیم، چون شروع علم کابالا دقیقا به شکل آفرینش هستیه، چون یک واقعیت وجود داره، یک موجودی که خلق شده هست و یک تکامل هستی وجود داره و مثل درس های قبل که اگه گوش کرده باشین چطور درجه های بی جانگی ها و درجه ای که روی دو پا راه میره سخنگو انسان و حیوانی که پیشرفت کرده بگیم هست و حیوانی که پیشرفت کرده بگیم بهش چطور پیشرفت کرده؟ در آخر این تکامل بعد صفحه جدید انسان که از گوشت و استخون به وجود اومده، بعد اون مرحله معنویات با انسان ها شروع میشه. İnsanoğlu için başlıyor. Bu manevi şuru in nokte az Hazreti Adem'e. Be khatere in be Adem avvalin insan migan. İlk avvalin insan Adem. Ama Adem'e ilk insan demesi. Ve dalil in ki behesht insan migan. Be khatere in nist ki avvalin mevcud ye ki az gusht o ust o khun afaride shode. Ke to din ha injuri migan. Chenin chizi vujud nadare. Adem'den. Qabl az Adem hezaran sal bud ke insan ha budan. و در این بدن زندگی می کردن. بو بدن ده یشن. اما چی گفتیم؟ آدم. 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 دمک. که از کلمه آدم میاد. یعنی شبیه. لا آدم در زبان عبری. آدم, آدم یعنی خدا رو حس می کنه. و کسی که تو این دنیا زندگی می کنه با او همزمان وجود داره. بهش آدم میگیم. و از طرف کابالیستا به این درجه آدم میگن. به خاطر این آدم انسان همشون یکی و اگه کسی نتونسته به این دست بیابه، به طور که کابالیستا میگن تو کتابا، وقتی انسان متولد میشه شبیه یک حیوان وحشیه. این برای رنجیده کردن و یا پست کردن آدم ها نیست، چون تو دنیا هم میبینیم که انسان ها مثل یک حیوان وحشی هستند و میبینیم که به دنیا چی کار میکنه، میبینیم که انسان به انسان چی کار میکنه، انسان به حیوان، محیط، جنگل، به دنیا میبینیم که چی میکنن. به خاطر این به تعریف کابالیستا این نوشته ها از حضرت داووده، میگه وقتی انسان از رحم مادرش متولد میشه یک خر وحشیه، نقطه. چیزی برای گفتن وجود نداره. به خاطر این هم مثل یک خر وحشی زندگی میکنه و طبیعتش هم اگویسته. به خاطر این مثل یک خر وحشیه. اگه یک خر معمولی باشه مشکلی نیست، ولی اگویسته. وقتی هم اگویسته بهش صفت خر وحشی رو میدن، چون غیر از خودش به هیچ کسی فکری نمیکنه. تمام کار کردش، برنامهش، همه چیزش برای منفعت خودش کار میکنه. و اگه هم فرد بگه من اینطور حساب کتاب نمیکنم، اگه این فکرم بکنه، به خاطر اینه که نمیتونه واقعیت رو ببینه. به خاطر این اگر به خیلی ها بگین که طبیعت انسان اگویسته، آدم بده، میگه چه بدی از من دیدی مگه؟ من خوبم. به خاطر این وقتی آدم بدیشو ندیده، افشا نکرده، چیزی نیست که راجبش حرف بزنی. کابالیستا هم به خاطر این نمیتونستن به آدم اینا رو بگن، چون کسی نبود که بهش بگن به کی میخوای چی بگی. به خاطر این وقتی آدم در داخل این آرزوها زندگی میکنه و میخواد اونجا بمونه و معنی زندگیشو نمیپرسه و در درد اینه که دو روز عمر دارم اینم به خوبی زندگی کنم، کسی نیست که اینجا بخواه به هیچ چیزی بگی. به خاطر این لازمه که نقطه تو قلب بیدار شده باشه و تو واقعیت هم اولین کسی که نقطه تو قلبش بیدار شد آدم بود. به خاطر این وقتی که میگیم تاریخ انسان، تاریخ انسان یعنی از تاریخ کسی که معنویات رو به دست آورده صحبت می کنیم.
sokaktaki به گفته دانشمندان وجود این olarak انسان نه ilk که 800 bin ya da تاریخشون kaç yüz به bin yıl 800 önce هزار سال sürdüğünü قبل dahi میرسه، bilmiyor اینا ya. نه، تاریخ اینا رو O نمیگه، adamın tarihi چون değil, تاریخ çünkü insan o انسان değil. اونا نیستن. O yüzden به kitaplarda da خاطر insan این olduğunu, تاریخ tarihi انسان Adem'de تو başlıyor dedikleri کتابا zaman از حضرت آدم شروع میشه. maneviyatı یعنی edinmiş bir تاریخ adamın کسی که tarihi başlıyor معنویات رو به دست ve آورده dünyada da و تو maneviyatın دنیا هم tarihi تاریخ o kişiyle معنویات başlıyor. از این آدم در Resmin میاد. hepsini göremiyorsunuz, اینو doğru mu? یکم کوچیکش کنم که بتونید کامل همش رو Şöyle ببینید. yapayım ben. Kısa tutalım biraz şöyle. Buraya şöyle tutalım hadi. Durum bu. Vaziyet yine. Be khatir in. O yüzden Evvelin kasi kalpteki ki noktanın nokteye ilk tu qalbesh uyandığı bidar kişi şod ve ve evvelin kasi yaradan da ki ilk tunest khoda ro keşfeden kashf kone kişi Adem. Ademe. Tamam. Kabala Der ilmi de ilme böyle kabala başlıyor. incur şuru mişe. Ve İbranice alefbaye alfabeyi de ebri ham Hazreti Adem Adem geliştirmiştir. dorus kerde. O yüzden Be ilk khatire yazı in evvelin Adem'in neveşte yazısı Adem Raziel Hamalah diye. Raziel Hamalah. Raziel adında bir Melekeyi be melek. name Raziel. O Un kitabı kitabı hala mitunin bulabilirsiniz peyda koni. piyasada. Bir de Mitunin berin araştırın. peydaş koni. Ege İsterseniz tercümeş o bakın peyda çevirisi kerdin varsa mitunin okursunuz. bekhunin. Ve der gayri in Yoksa dil surat ege öğrenip nabaşe okumanız lazım. bayat Sizin için zaban çeviremeyeceğiz. yad begirin bad bekhunin. Be khatere şoma Tamam. O nemitunin yüzden kitabı Adem tercüme konin. ilk Be bu khatere işte in Adem başlayan kişi. evvelin kasiye ki Ve tu in dediğim gibi ra ondan önce şuru de be kar biyolojik kerd. olarak Ve yaşayan tori ke insanlar goftan. vardı. Qable unam Ama insanhayi Adem budand Adem. ke be Ve tore biyolojik dediğim gibi şabi Raziel insanha Hamalah, budand. Ve tori Raziel ke adında bir goftan. melek kitabını Raziel yazdı ve Hamalah İbranice melekeyi alfabeyi be de name Raziel. İno kendisi neveşte. Ve oluşturdu. O yüzden alefbaye İbranice ebriyem alfabe hodeş Adem zat. Be peygamberden khatire oluşur. in alefbaye ebri az İlk Hazreti kitabında Adem o miyad. Ve alfabede yazdı. kitabeşem ba un O alefba alfabenin bir neveşte. özelliği Ve var. ege ve Var. porsina ya in Alfabenin alefba özelliği vijegiyem maneviyatı, dare. sembolik Are şeyleri dare. Vijegiye aktarıyordu. alefba der Yani ine ki kişi der ve yaradan manaviyat çizhaye arasında, yani sembolik ro alma betune be arzusuyla ma beye. ışık Yani arasındaki rabete ilişkiyi beyne ima ferd ediyor. o khoda. Yani Alfabenin her rabete nur ve harfinin khoda ro ona be ma göre bir tarif şekli mikone. Ve şemali var. her harfe Ek alefba be olarak da khatere un yek bu şekle harfler mahsuse bir araya khodesh o dare. geldikleri Ve zaman vaktiyem ki in kelime kelimeler ha bir araya gelince hemrahe hamiyan cümleler cumle vesaire ha be yaptığı vücud zaman miye. da Ve der sadece inca ham maneviyatı çizayi ki ima eden manaviyat ro şeyleri be ma anlatır. migen ro be vücud Maneviyat miyavare. demek Manaviyat kişi, yani ferd yaradan ve Khoda aralarındaki ve rabeteye ilişki beyne dotaş. başka Ve hiçbir der şeyden morede çize digeyi bahsetmiyor. beramun nemige. Ve kitab-ı Adem'in Adem kitabı hem bu beyin şekli şekilde şuru şud. Be başladı. khatire in. İn Dolayısıyla elmiye Adem'den ki gelen az bir Adem be bilim maresi diyor de. bu. Ve ba'de Ve Adem hem Adem'den tedade sonra da ziyadi birçok kabalist kabalist vücut vardı. daştı. Birçok. Birçok. Ta ki Ta ki Hazreti Nuh Nuh bud. Nuh peygamber hem inca vardı. ve Nuh'u keşim. şuraya çizelim hadi. Nuh Nuh hem da khas özel bud. birisi. Elbette Hepsi özel. hemeşun khas Kabalistlerin hepsi budan. özel. Hemeye Hiçbiri kabalista diğerinden khas hastan. daha Ve hiç iyisi kudum diyemeyiz. az Hepsi özel. yeki balater ya Değil hubter mi? nemitunim begim. Hemeşun khas Yanında Nuh hastan. Begim vardı. inca Yanında Nuh bud. İbrahim Ebrahim vardı. bud. İbrahim Ebrahim de hem bizim vasey için ma heyli önemli. muhimme. Çünkü İbrahim'e Çon kadar ta Ebrahim hiç hiçbir kabalisti kabalist ve hiç kes kimseye hiç yöne anlatmadı. gofte bud. Ve evvelin bar berai İlk kez halka millet İbrahim anlattı. Ebrahim ina ro tarif kerd. Be Bu khatire arada in niye bunu ege be böyle yukarıya porsim doğru ke in çe gidiyor ra be tarafe diye bala mire bayat begem çizdim diye ke merak edersiniz. insan ba egoe Çünkü temiz şuru insanoğlu mikone saf bir ego ile temiz saf. başlıyor. Temiz, saf, arı. Ama nesiller Veli nastayi ilerledikçe ki be tarafe colo artan miren bir egoizm egoşun var. ziyadter mişe. Egoizm. Be khatire O yüzden in kişi ne her kadar çekad egoye egoizmi insan artarsa ziyad toplumun da başe o şekilde. millet Çünkü ha hem be un şekil. insanoğlu, Çon birey tamam ve insan ha insanoğlu aynı şahs o gölde iki damla insan gibi. do qatre-i der yek hoz O yüzden hastan. Be egoizm khatire toplum in içinde her egoizm hem giderek der artıyor. O dahile yüzden cami gelecek nesil rafte rafte sonraki nesil bişter daha mişe. anlamıyor. Ve nesli Yeni cadid peder ve nesilden mader nesil oşo babasını hiçbir nemitune zaman befahme. anlamıyor. Çera? Niye? Çon Çünkü der arada vesat fasile-i egoizm nesl ha çıkıyor. vücud dar. Ve der Tüm tamam-i nesl ha ino nesillerde bu mitunim vardı. bebini. Ve Egoizm ego insanoğlunun niruye muharrek ilerlemesine berai yönelik holda adam be itiş terefe gücü. colost. Niruye ki Gelişimini be sağlayan tekamül güç. un komak mikone. Ve vasilye İbrahim İbrahim'e hem de evvelin bar ilk der kez Babel Babil'de, be Babil'de millet diyorum, ha halka gofte anlatılmaya şod. başladı. Babil Babel hayli döneminde. muhimme.
در بابل هم انسان‌ها به این شکل بودند. به شکلی که ما در قرن 21 می‌بینیم. مثل نیویورک. هر از هر ملیتی، از هر جنسی، همه چی می‌تونی ببینی. همشون مثل اینکه داخل یک ظرف هستند. اگه رفته باشیم به نیویورک، میتونید اینو ببینید که از تمام جهان اونجا آدم وجود داره. از هر ملیتی، از هر مذهبی، دینی آدم میتونید اونجا ببینید. بابل هم جایی شبیه به اون بود. بتون قبیله‌لرین بیا رده یشه. تمام قبیله ها مثل یک بازار جهانی فکر کنید. ortak bir pazar gibi düşün. Pazar alanı gibi. Herkes orada birlikte yaşıyor. همه اونجا با هم دیگه زندگی میکنه. و ابراهیم هم در آنجا اولین بار در میان ملت ها تو بابل در میان خلق ها با بیشتر شدن اگویسم که نمیتونستن مثل قدیم کنار هم باشن و مشکلات به وجود میومد، ابراهیم هم اینا رو میدید. و پدر ابراهیم تراخ هم از کشیش های شناخته شده اون زمان بابل بود. کشیش بت پرست بود. ابراهیم هم پسر اون بود. اونم یک کشیش بود، خاخام بود و آدم با عقلی بود. آدم بزرگی بود. مهم نیست. اردملی بی آدم، önemli. Ve eskiden babası putlar yapıyordu. Daha قدیم پدرش بت ها می ساخت و می فروخت. چطور زمان قدیم تاجرای دینی وجود داشت؟ امروز هم شبیه اونو میتونیم ببینیم که این کار خیلی پردرآمدی از 5000 ساله که اینا هستند. اون زمان هم بود. این زمان هم هست و ابراهیم میگه که اینا نمیتونه واقعی باشه، یعنی ما به خاطر این چیزای ابزورد زندگی میکنیم، به خاطر این خودش مثل ما، مثل شبیه ما. دوره هیچ کابالیست با کابالیستی که نقطه تو قلبش بیدار شده و کابالا کار میکنه با هم فرق نمیکنه. هممون نقطه تو قلبمون بیدار میشه و معنی زندگی رو میپرسیم. چرا زندگی اینطوریه؟ چرا همه چی رفته رفته بدتر میشه؟ معنی اینا چیه؟ به بابام نگاه میکنیم با چیا سر و کله میزنه؟ به خلقا نگاه میکنم اینا چی کار میکنن؟ به خاطر این در وسط دو چیز میمونه، نمیتونه معنی زندگی رو بفهمه. و ابراهیم هم با نقطه تو قلب که در هممون وجود داره، این در قانون طبیعت وجود داره. قانون طبیعت، نقطه تو قلب تو هر کی بیدار شده باشه، دوره‌ای که میگذرونه اون دوره در همه یکی است. چه آدم باشه، چه ابراهیم باشه، چه کس دیگه‌ای، مهم نیست. مهم اینه که این نقطه بیدار شده باشه و آدم دنبال معنی زندگیش باشه. و اگه این داخل یک آدم بیدار شده باشه، آدم نمیتونه خودشو یه جا نگه داره. اگه نقطه تو قلبش قوی باشه، آدم مجبوره که جواب این سوال رو پیدا کنه. و مثل هر کابالیست و میگن که هر کی دنبال خدا باشه پیداش میکنه و دقیقا هم این هم به این شکل، هر کی دنبال خداش باشه اونو پیدا میکنه. مثالی خدا رو تو این دنیا که زندگی میکنه کشف میکنه و چیز جالبی که تو بابل میکنه اینه که یک عده آدم رو جمع میکنه. اونجا ابراهیم چی کار میکنه؟ از شهر به شهر سفر میکنه و با انسانها صحبت میکنه و ابراهیم از اونجا آدمهایی رو جمع میکنه. دقیقا مثل ما چطور کار میکنیم که از تمام دنیا آدمهایی وجود داره در گروه ما، از همه جا با 70 ملت انسان کار میکنیم. شاید الان هم بیشتر شده باشه چون دوستایی از آفریقایی نام داریم، از اونجا هم از 18 مملکت اومدن یک سری انسان. چرا؟ معنی زندگی. چطور اون زمان تو بابل آدمهایی بودن که بیدار شده بودن؟ تو معنویات هم در نسل ما از همان شرایط گذر میکنه، فقط وحشیت ما چند مرتبه از اونا بیشتر، یعنی وضعیت ما بدتر از اوناست، ولی شرایطمون همونه. حالا چرا اینا رو میگم؟ حالا چرا اینا واسمون مهمه؟ چون که از گذشته باید آیندمون رو ببینیم. به خاطر این کابالیستا تمام این دوره ها رو برای ما مینویسن که میگن تو هر مرحله اینجوری بود. ما چیز جدیدی کشف نمی کنیم. شرایط جدیدی هم وجود نداره. به دست آوردن معنویات تو گذشته چطور بود؟ الان هم به اون شکله. فرق بینشون اینه که اگوی ما از اونا بیشتره و این باید اینجور می شود. در غیر این صورت نمی تونستیم زیاد نور به طرف خودمون بکشیم. چطور در درس های اول یاد گرفتیم که اون ظرفمون باید بزرگ باشه تا خدا بتونه هرچی که می خواد به اونجا بده؟
اگه egomun küçük başı. Ups, pardon. اون وقت چیزی که از خدا میگیرم اونم کم میشه. مثل بچه کوچیکی که هرچی هم از پدر مادرش بگیره کمه. از. اما ایگو بیوک است. ولی اگه ایگو بزرگ باشه، آرزوش بیشتر باشه، به همون اندازه میتونه بیشتر بگیره. به خاطر این ایگویزم مجبوره که از نسل به نسل بیشتر باشه. پیشرفت کنه و تا زمان ما هم بیشتر شد و در زمان ما هم و در اواخر قرن 21 به بعد هم جایی نیست که ایگو بتونه پیشرفت کنه، مثل میوه‌ای که داره خراب میشه و جایی برای پیشرفت انسان نمونده. تموم شد دیگه. به خاطر این بعد این انسان به طرف پوسیدگی میره. به خاطر این هر طور جنایت، دیوانگی، وحشیگری رو میتونیم ببینیم و انسان مثل یک موجود هاره و بعد این هیچ چیز خوبی نداره که به طرف اون پیشرفت کنه. هیچ. رفته رفته بدتر و بدتر و بدتر میشه. به خاطر این دهه 80، 90 و اواخرش دوره آخری بود که انسانها در آن خوشحال بودن. آخرین دوره بود. بعد اون رفته رفته به طرف پایین ادامه میده. چون دیگه لذتی وجود نداره. Artık haz yok. ابراهیم هم تو بابل با آدم هایی که مثل خودش میخواستن معنی زندگی رو پیدا کنن اولین گروه رو تشکیل داد. از اون به بعد هم این گروه برای این که تو معنویات پیشرفت کنن پیشرفت کردن، از اینجا پیشرفت کردن. واقعیتش علم کابالا به این شکل پیشرفت کرد. آدم، وسطش نوح و در میان اینها یک سری کابالیست هم وجود داره. از آدم تا حالا هیچ نسلی خالی گذاشته نشده. همیشه کابالیست ها وجود داشتند. حالا هم هستند، هر زمان هم بودند و بعد این هم خواهند. و تا آخر آفرینش کسایی هستند که اینا رو انتقال میدن. تا آخرین اصلاح. و از بابل به واسطه ابراهیم اینطوری پیشرفت کردیم. این اولین گروه کابالیسته و دنبالش در پیشرفت علم کابالا بعد بابل، بعد ابراهیم یک صفحه جدید وجود داره. در این میان هم ابراهیم هست، اسحاق، یعقوب. به این شکل ادامه پیدا میکنه. به خاطر این وقتی که منابع کابالا پدرها می نویسه صفحه ای هست که بهش پدرها میگن و اون پدرها ابراهیم، اسحاق و یعقوب. چرا؟ چون ابراهیم خط راسته، اسحاق خط چپه و یعقوب هم خط وسط. تو معنویات سه تا خط هست و به خاطر این سه خط به اونها پدرها میگه و در اینجا از سفیروت ها به ما میگه، از سه تا طبیعت برامون میگه: راست، چپ، وسط، که در یک جا هستند. به خاطر این تو کتابا وقتی میگه که پدرها، از این سه چیز برامون میگه و برای پیشرفت در معنویات به این سه راه نیاز داریم. به خاطر این پیشرفت اینا هستند و دنبالش موسی هست. زمان موسی هم چی شد؟ اگو بازم بزرگ شد. مرحله‌ای به نام مصر. بابل بود و از اونجا در اومدن، رفتن به خاک کنعان و از کنان بیرون اومدن. ببینید اینجا ایگو رفته رفته بیشتر میشه. ایگو همیشه بیشتر میشه. از اونجا در اومدن و به دوره ای رفتن که بهش مصر میگیم. در این میان هم کی اینا رو به مصر میاره؟ یوسف میاره. وقتی که مصر میگیم با جغرافیا کار نداریم ما. وقتی هم که بابل میگیم، وقتی هم که کنان میگیم، اونم با جغرافیا هیچ ربطی نداره. هیچ کتاب کابالیستی در مورد جغرافیا یا تاریخ برامون داستان توضیح نمیدن اینا. تنها چیزی که برامون میگن درجه وحشی تر شدن ما رو میگن، بهمون بزرگ شدن ایگومون.
به خاطر این تمام داستان در مصر هم، در کنعان هم، در بابل هم درجه اگویزم انسان رو به ما میگه و با این اگو کاری که انجام میدادن اون چیه؟ به ما اینو میگه. و باید شما هم بدونین که هیچ کابالیست، هیچ بیر کابالیست تاریخ استادی تاریخ و جغرافیا رو برای ما انجام نمیده. به خاطر این چیزی که برای ما میگن، با بزرگ شدن اگویست انسان در معنویات باید چه کاری انجام بده؟ فقط در مورد این برای ما میگه. به خاطر این داخل یک اگویزمی به نام مصر هستند که وقتی که داخل اگویزمی به نام مصر هستند، زمانی که اگویزم کم کم انسانها رو اذیت میکرد. به خاطر این در مصر شرایطی به نام بردگی وجود داره و متوجه این میشن که انسان برده خواست گرفتنه و در تمام زندگی اگویزمش یا به این طرف میکشونه یا به اون طرف میکشوندش. یک دنبال این میکشونه و یا دنبال اون یکی میکشونه و بعدش آرزو و لذت وقتی که همدیگه رو از بین میبرن، تو وسط هم هیچی دستت نمیمونه، نه لذتی میمونه، نه چیز دیگه، نه آرزو میمونه، هیچی نمیمونه، صفر. و میبینن که زندگی انسان هم به این شکل میگذره. حالا ما چطور از داخل این طبیعت بیرون میریم؟ به خاطر این وقتی که مصر میگیم، اگویزم داخلمونه که بهش فرعون هم میگه. وقتی فرعون میگیم، از یک کاراکتر برامون نمیگه. فرعون دشمن انسانه، یعنی دشمن داخلمون. و خواست گرفتن انسان هم همیشه انسانو شلاق میزنه که برو برای من اینو بکن، اینو بخر بیار و منو رضا کن. و فرعون اینو میگه برامون. تو داستان کی هست؟ موسا کیه؟ نقطه تو قلب، همون چیزه، همون داستانو ما هم زندگی میکنیم. همشون کسایی که نقطه تو قلبشون بیدار شده و میخوان بدونن که معنی زندگی چیه. بعدش در مورد داستان اینا صحبت میکنیم که داستان خیلی خوبی هم داره، که موسی در قصر بزرگ میشه و با پسر فرعون در یک جا بزرگ میشن و اساسا نوه فرعونه و در قصر بزرگ میشه. یعنی چی تو قصر؟ یعنی همه چی دارن و زندگی خیلی خوبه. شبیه این که تو این نسل تو قصر بزرگ شی، همه چی داری، همه چی زیر دستته، هر کاری که میخوای میتونی بکنی. تو خبرها هم شنیدم که یکی کاخو ترک کرده. تو خبرها میتونیم بشنویم. چرا؟ چون میگه ما با اینا باید سر و کله بزنیم. آدم اینجا چی حس میکنه؟ همه چی دارم ولی چیز متعلق به من وجود نداره. من نیستم. من یکم. و جایی که انسان رسیده همینجاست. اینم مثال خوبیه. آدم از هر چی، از شاهزاده بودن هم میخواد فرار کنه. چرا؟ چون خودشو خالی حس میکنه. اینم به اون شکل. حضرت موسی هم در قصر فرعون همه چی رو داره. همه چی خیلی خوبه. زیر دستش همه چی هست. پول، اعتبار. ولی زندگیش معنی نداره. طعم نداره. به خاطر این بزرگ میشه، چی کار میکنه؟ از اونجا میخواد فرار کنه. میگه بسته دیگه. و داستان اون هم به این شکله. کسی هم که از بیرون نگاه میکنه میگه دیوونه ای؟ تو شاهزاده ای. تو بیرون کسی رو که نقطه تو قلبش بیدار شده باشه نمیتونن اونو بفهمن. به خاطر اون وقتی از بیرون نگاه میکنن براشون عجیب میاد. چیش کمه؟ یه دردی داره. به خاطر این درد انسان در داخل خودشه. به خاطر اینکه زندگیش پوچه و فکر آدمای تو بیرون به اینا نمیرسه. به خاطر این اون هم از اونجا میخواد فرار کنه. میخواد به یه جای دیگه بره. میخواد از اونجا رها بشه. داستانش به این شکله. به خاطر این به صحرا فرار میکنه. یعنی جایی که فرار میکنه صحراست. چی کار میکنه؟ از کاخ به صحرا میره و اونم زیر تهدیدهای مرگ. صحرا تو معنویات یعنی چه؟ طعم زندگی شبیه طعم خاکه. مثل اینکه خاک میخورم. زندگی هیچ طعم و لذتی نداره. صحرا یعنی جایی که اونجا زندگی نیست. یعنی هیچ خواستم اونجا ارضا نمیشه. زندگی نیست، نمیتونم زندگی رو احساس کنم.
شبیه یک شرایط افسرده است، ولی راضیه که به اونجا بره که بتونه از اینا رها بشه. به خاطر این از مصر در میاد و فرار میکنه و یه داستان رمانتیک خوبی هم داره و برای رها شدن از خود فرار میکنند و هر کی هم که از خودش رها بشه میتونه خدا رو حس کنه. این قانون هست و این چیکار میکنه؟ خدا رو کشف میکنه. تو مصر هم رابطه‌ای با خدا داشت، درسته، ولی این رابطه برای رابطهش با خدا نبود. به خاطر این بود که نقطه تو قلبش بزرگ شده بود. به خاطر این نمیتونیم بگیم که یک رابطه کاملی بود. به خاطر این باید چی کار بکنه؟ از مصر با ملتش از اونجا در میاد. وقتی میگه ملتش یعنی تمام آرزوها. از ملت تو بیرون صحبت نمیکنه اینجا. با تمام خلقم از اینجا میرم، یعنی از این خواسته گرفتن با تمام وجودم، از همه چیز میخوام رها بشم. به این شکل در میاد از اونجا و آرزوهایی هم داره که با اونا هم فکر نیست. مگه بعضی وقتا تو داخلمون یه صدایی نمیگه که بشین سر جات، با اینا چی کار داری؟ همیشه تو سرمون این صدا وجود داره و این آرزوهامون هم میخوان ما رو به عقب برگردونن و در داخلش یک جنگ به وجود میاد، یعنی داخل دو شرایط میمونه و این آدمها همشون داخل اون دو شرایط میمونه. به خاطر این از طرفی نقطه تو قلب، از یه طرف هم این زندگی، یعنی یه نوع جنگ داخلی تو داخلشون ایجاد میشه. به خاطر این علم کابالا از نسل به نسل پیشرفت میکنه و ابراهیم هم کتاب داره، کتاب آفرینش، سفر هایت سیره، کتاب آفرینش حضرت ابراهیم، اونم کتاب داره. اونم تو سایتمون وجود داره. او دا اینترنت سیتسنده بار. بعد اون حضرت موسی هم کتابی نوشته و پنج کتابی که میگیم. و اون پنج کتاب با برشید شروع میشه. برشید هم یعنی آفرینش. با آفرینش شروع میشه. تمام آفرینش رو از سر تا ته برای ما میگه. و تو این کتاب چیز دیگه ای برای ما نمیگه و لازم هم نیست که چیز دیگه ای رو برای ما بگه. به خاطر این چیزایی که تو درس قبل یاد گرفتیم، چطور گفتیم شخص و خدا اولین روح رو در داخل یک هماهنگی آفرید. صفحه اول گفتیم برای این، بعد این چی میشه؟ انسان رو از دنیاها رد میکنه، از درجه ها رد میکنه و به این دنیا میاره و انسان در این دنیا در درجه حیوان زندگی میکنه و نقطه تو قلبش بیدار میشه و اگه شروع به کار کردن بکنه با اگوش که رفته رفته بزرگتر میشه، از داخل معنویات بعد اون به واسطه نقطه تو قلب دوباره به دنیاهای معنوی میره. بعدش اونجا میتونه به بی‌نهایتی دست بیابه. اینجا دومین صفحه است، اونجا هم سومین صفحه. شاید یادتون باشه از درس قبل. آدم باید وقتی که نقطه تو قلبش بیدار شده باشه، معنویات کار کنه. یعنی اگه بخواد. و کار کردن در معنویات آدمو باید به افشا کردن خدا بیاره. و دوره‌ای که رد میکنن در همه یکسانه و اینجا اگوی آدم هم زیادتر میشه. به خاطر این اینجا رو مثلث‌وار کشیدم. شما هم میبینید که وقتی شروع به کار میکنید اگوتون زیادتر میشه و این مجبوره که بیشتر بشه. چون اگو بیشتر نشه نمیتونی اونو با محبت یا دوست داشتن پر کنی. به خاطر این بعد این که نقطه تو قلب بیدار بشه، اگوی آدم رفته رفته بیشتر میشه و به خاطر این تو کتابا از اینجا تا به بالا رفتن رو برای ما میگه، چون آدم آفرینش رو اینجا کشف میکنه. دنیای ما در هیچ منبع معتبر کابالیستیک تعریف نشده و اساساً جایی که آدم باید بفهمه بدونه اینجاست، چون جایی که باید از اونجا بگذرم اونجاست. یعنی باید نقشه جایی رو که باید از اونجا بگذرم رو برای من میده. اگه یه جایی رو بدونم نقشه به دردم نمیخوره. به خاطر این نقشه ما کتابه. تورا، خورا و تورا از این کلمه است. خورا یعنی دفترچه راهنما. تورا یعنی روشن کردن. به خاطر اون تورا، تورا یعنی دفترچه راهنمای روشن شدن. کتاب راهنمایی که با اون میتونم روشن باشم. وقتی که تلویزیون جدید میخرین از توش کی در میاد؟ یه دفترچه راهنما در میاد و کسی هم که معنویات میاد یه دفترچه راهنمایی داره که اسمش اینه. همین چیزه، چیز متفاوتی نیست.
به خاطر این اینجا چیز فانتاستیکی وجود نداره. چیز روحانی و عرفانی هم وجود نداره. رمز و رازی هم وجود نداره. خودم نیست. زندگیتون رو با اینجور چیزا هدر ندید. و چیزی که تو زندگی باید اهمیت بدید، من خلق شدم و دو روز دیگه میمیرم. و اینم باید یه هدفی داشته باشه. اینجای علامت سوال وجود داره. و آدم هم باید چی کار کنه بین اون روزی که الان زندگی میکنه و میمیره، باید تصمیم بگیری که قراره چی کار بکنه. او کدر به خاطر این تو کتاب هم چیزهای روحانی و اینجور چیزا وجود نداره. تو کتاب تمام آفرینش، یعنی خواسته گرفتن که از طرف خدا چطور آفریده شده و طبیعت خواسته گرفتن چیه و چرا به این شکل خلق شده و چرا باید یک چیز از یک مراحل عبور کنه و در این مراحل چیا باید به سرش بیاد و تأثیر خدا بر روش چیه و چطور باید به این تأثیرات عکس العمل نشون بده، اینا رو برامون میگه. مثل اینکه ما چطور به بچه همون وقتی بزرگ میشن یه چیزایی رو میگیم. ببین پسرم، با انسانهایی که تو بیرون هستن باید به این شکل صحبت کنی. درستش این، وقتی میخوای به اون طرف خیابون بری، اولش وای میستی، باید نگاه کنی که آیا ماشین میاد یا نه. و درست‌ترین راه اینه برای گذشتن از اینجا. و اگه دیدی ماشین نیست، با دقت از اونجا عبور میکنی. معنویات هم یعنی به اون طرف رفتن. به اون طرف رفتن یعنی به معنویات اومدن. پاردون بیست ثانیه. کلمیمزین اوجونو کایبتدیک. معنویات هم گذر کردن به اون طرف geçmek demek. و کلمه عبری از کلمه لاور از اونجا میاد. عبری ایبرانی برای کسی که از یه جایی عبور میکنه به اون میگن. به خاطر این یک منبع معتبر کابالا باید به انسان یاد بده که انسان بتونه به اون طرف برسه. باید بهش یاد بده که تو اون طرف باید چه کارهایی رو انجام بده. یعنی دیالوگ میان خدا و آدم باید چطور باشه. معنویات یعنی این و چیز دیگه ای نیست. و در این شرایط انسان باید خدا رو حس کنه که تا بتونه بفهمه چی کار باید انجام بده. در غیر این صورت با فانتزی تو سر نمیتونن با اون یه رابطه برقرار کنن. یعنی کسایی هستن که این کار رو انجام میدن تو بیرون، ولی کار ما این شکلی نیست. به خاطر این آدم این رابطه رو، رابطه اش با خدا رو، به اینجا خدا بگیم، رابطه اش با خدا رو باید خودش بسازه. اینو باید انسان خودش بسازه. به خاطر این پله های نردبان، نردبانی که نردبان یعقوب میگن بهش، آدم باید خودش از اینجا به طرف بالا بره. مثل اون که خدا چطور انسانو به پایین آورد، طبیعتا مثل کتاب آفرینش ابراهیم، کتاب رازی الهامالاخ آدم، کتاب تورات موسی، همشون فقط برای ما یه چیزی رو میگن. آدمی که تو این دنیا زندگی میکنه چطور میتونه با خدا رابطه برقرار کنه و آخر راه اینه. و جایی که میگن بهشت یا باغ بهشت همونجاست. رفتن به مرحله خدا همونه. رفتن به مرحله خدا یعنی با او همزمان بتونه وجود داشته باشه. آدم باید اینو زمانی انجام بده که تو این دنیا زندگی میکنه. بعد از مرگ هیچ اتفاقی نمیفته. به خاطر این چیزی که از نسل ها به ما میگن فقط همینه. به خاطر این تاریخ علم کابالا هم به این شکل میاد. بعد اینکه از مصر خارج شدند، همه اینا داستان همان گروه از اینجا. برده. تمام görüyorsunuz değil mi? تمام کتاب تورات یعنی از کجا شروع میشه همشو میگیره.
تمام گذشته رو هم با خودش میاره. به خاطر این داستان هایی وجود دارن تو این کتاب. ولی این داستان ها به خاطر چه چیزی هستند؟ تا بتونه ما رو از یه مرحله به مرحله دیگه حمل کنه. به خاطر این از اونا بحث میکنه برامون. برا ما تاریخ توضیح نمیده. چون همه چی داستان یک گروهیه که به این راه قدم گذاشتن. این گروه کیه؟ یک گروه انسان. یک گروه. به خاطر این لازمه که یک گروهی باشه که معنویات رو با هم کار کنن. گروهی که نقطه تو قلب هستند. شابلون تو هر نسل همین شکله. و هیچ چیزی تغییر پیدا نمی کنه. و دنبالش از مصر بیرون میان. صحرا هست. بعد صحرا هم چی کار میکنن؟ به خاک اسرائیل میان. جایی هست به نام خاک اسرائیل که قبلا خاک کنان بود. خاک کنان و اسرائیل یک جا هستن. چرا اسمشون فرق میکنه؟ چون اگه فرق کیشی بکن اینجا از خاک به ما نمیگه. اسم یعقوبم به این شکل یکم دیگه میگم بهتون. اگه شخص یک آرزو رو تونسته باشه که به طرف خدا تغییر بده، اسم آرزو خاک و به سمتش اسرائیل میگن. به خاطر این وقتی میگن خاک اسرائیل و خدا میگه من شما رو از چی آفریدم؟ از خاک آفریدم. از خاک. وقتی میگه از خاک آفریدم یعنی از آرزو آفریدم. خاک یعنی آرزو، یعنی خواست گرفتن، یعنی خشت. تو کتابای کابالیستی اینجوری مینویسه مثل ظرفی از خشت درست شده و آدم از خاک درست شده. این به معنی اینه که خواسته گرفتن خام. و اگه آدم بتونه این خواسته گرفتن خام رو به طرف خدا بکشه، اسمی که به اون شخص میدن اسرائیله. اینجا ما کشور رو نمیگیم، منصوب دینی هم نیست. شرایطی که آدم اونو به دست میاره به اون میگن اسرائیل. این فقط اسم. وقتی هم که میگیم خاک اسرائیل و این مرزها همشون، بگیم که اینجا داووده، تمام آرزوها رو به طرف خدا تغییر میده. یعنی همه آرزوها رو جمع میکنه که همه آرزوها باید برای احسان کردن باشن. تمام آرزوها. و اگه آدم بتونه تمام آرزوهاش رو به طرف احسان کردن بیاره، اون وقت میگن که آدم تو خاک اسرائیل زندگی میکنه. این آدم این میتونه باشه که تو اروپا هم زندگی میکنه، تو آفریقا هم میتونه باشه، تو آسیا هم میتونه باشه. جای جغرافی رو برای ما نمیگه. شرایط معنوی که داخل یک کسی وجود داره. به خاطر این کابالیست های وجود داشتن که تو اروپا هم بودن، تو آسیا هم زندگی میکردن، تو آسیای مرکزی هم بود، تو روسیه هم بود، تو همه جا بود. به خاطر این یک جای جغرافی نیست، این یک مرحله است. به خاطر این داوود چی کار میکنه؟ جنگینا رو میدونی، داستانهاشو اگه خوندی. ولی همه جنگ ها جنگ داخل خود آدمه. همان چیزو ابراهیم هم، موسی هم، اسحاق هم، یعقوب هم، آدم هم، هر انسانی که تو معنویات پیشرفت میکنه در داخلش این جنگ رو احساس میکنه. یعنی نقطه تو قلبم و خواست گرفتنم همیشه داخل یک جنگ هستم. به خاطر این در مقابل ابراهیم هم پدرش بود و هم نمرود هم بود. اون زمان پادشاه بابل نمرود بود و میخواست ابراهیم رو بکشه. که چرا اینا رو به ملت ها میگی؟ چرا؟ چون نمرود میخواد تو بابل کاخ بسازه، به مردم حکومت کنه و میگه من میخوام شاه بشم و من شاهم. چرا به ملت ها اینا رو میگی؟ من بوتامو ساختم و من مالیات هاشونم میارم میدن واسه بوتا و پول خوبی هم در میارم و تو چرا بازی ما رو به هم میریزی؟ به خاطر این نمرود هم میخواد ابراهیم رو بکشه. و این شرایط به موسی هم صدق میکنه، به داوود هم صدق میکنه. دشمنای اطرافش این و اون همیشه تو جنگ بود. هر زمان به خاطر این همیشه تو همه داستان ها جنگ هست و این مجبوره که باشه. چون که خط چپ و راست اگه نتونن به تعادل برسن، مثل اینکه اینجا
burada olduğu gibi. شبیه این اگه به تعادل نرسن، تعادل یعنی شرایط یعقوب که دوتاش همیشه در جنگن، چپ و راست. به خاطر این که وقتی اسحاق به دنیا میاد چی میشه؟ ابراهیم باید چی کار کنه؟ به خاطر قانون خدا میگه که این اسحاق رو باید بکشی و خواستش از ابراهیم اینه که اسحاق رو باید قربانیش کنی. و این چطور امکان داره؟ به خاطر این که خط چپه. به خاطر این اینو باید یا اصلاحش کنی و یا باید بالای کوه دست و پاشو ببندی و اونجا قربانیش کنی. به خاطر این چی باید بکنه؟ اسحاق شرایطی در داخل ابراهیمه. پسر به معنی یک صفحه جدید. و شرایط جدید همیشه باید از سمت چپ شروع بشه. یعنی یک خواست گرفتن جدید، یک اگوی جدید به وجود میاد. به خاطر اینکه اسحاق بعد ابراهیم میاد، یعنی یه شرایط جدید وجود اومده و یک صفحه جدید. و صفحه بعدی اسحاق هم بعد اینکه تونست دوتا رو به هماهنگی برسونه، اون وقت یعقوب میاد. و یعقوب اولین شرایط مرحمته که اسمش هم یعقوبه، از کلمه اکف میاد، یعنی پایین پایین، ته ته، یعنی پایین ترین درجه که به معنی پاشنه هم میاد. و وقتی که آدم خودشو کلن غیر فعال میکنه و تمام خواست گرفتنشو وقتی از بین برد، اسمش یعقوبه، اکف. بعدش هم بزرگی یعقوب هست. و یعقوب هم که برادرش عیساب هم هست، اون هم در میانشون همیشه شکرابه. به خاطر اون از عیساب هم فرار میکنه، چون عیساب هم طرف مقابل اونه، همیشه مثل دو برادر. به خاطر این با عیساب هم میونشون خوب نیست. عیساب میخواد اونو بکشه و میگه به من خیانت کردی. میونشون یه داستانی وجود داره. به خاطر این یعقوب هم وقتی خواستهاش رو به احسان کردن میرسونه، اسمش اسرائیل میشه. به خاطر این یعقوب دو تا اسم داره. یکیش وقتی که کوچیکه، یعنی وقتی که تونسته تمام خواست گرفتنش از بین ببره. و وقتی هم که تونست با خواست گرفتنش احسان کنه، اون وقت اسمش اسرائیل میشه. این شرایط در داستان داوود هم به این شکله. تمام خواست گرفتنش اگه به طرف احسان کردن باشه، شرایط داخل آدم هر کی هم میخواد باشه، یه ترک هم میتونه باشه، یه آمریکایی هم میتونه باشه، یه آفریقایی هم میتونه باشه، عرب هم میتونه باشه، مهم نیست. وقتی اون آدم بتونه داخل خواست گرفتنش اونو به احسان کردن برسونه، اون وقت بهش میگن که اون آدم در خاک مقدسه، یعنی در داخل اون آرزوها که احسانشون میکنه، داخل اون قدسیته. و اینم بگم که داخل هیچ جغرافیایی نیستین و در این دنیا هیچ خاکی مقدس نیست و نمیتونه باشه و ما هم میمیریم، میریم زیرش. به حسایی که آدم تو داخلش اونا رو حس میکنه، به اونا حسای مقدس میگن. به خاطر این با فیزیکمون هیچ رابطه ای نداره. به خاطر این که در واقعیت فیزیکی ما این شرایط با صحبت کردن به خدا تغییر پیدا میکنه. وقتی که پیشرفت میکنی برای شما همین اتفاق میفته. یعنی کسی که داخل خواست گرفتنشه، این دنیا شرایطی که آدمو برای پیشرفت کردنش راه نشون میده. به خاطر این دنیا بعدن از بین میره و بیرون تمام حسامون جای میگیره و با حسامون این دنیا رو حس نمی کنی. به خاطر این هم انسان تو دنیا به صورت فیزیکی میمیره، چون که اینجا جای ابدی نیست و حساش هم ابدی نیست. شرایط اینه. به خاطر این علم کابالا، به خاطر این علم کابالا نسل به نسل پیشرفت میکنه و دنبالش هم کی هست؟ بعد داوود. اینجا هم داوود رو به این شکل بکشیم، این هم سیاه بکشم که با هم باشه. بعد اون چیه؟ سلیمان. سلیمان هم اولین معبد رو میسازه، اولین معبد. تمام. یعنی به خاطر این داوود دور خواست گرفتنش مرز میکشه و میگه که لازمه با این خواست ها باید احسان کنم. سلیمان هم چیکار میکنه؟
روی کیک آخرین گیلاس رو میذاره. اینو مثل یک کیک توت فرنگی فرض کنید که سلیمان هم آخرین توت فرنگی رو روش میذاره و داستان رو تموم میکنه. معبد یعنی چه؟ از ساختمان ما حرف نمیزنیم. معبد یعنی به تمامیت اومدیم، یعنی به خاطر این، برای این شرایط مقدس میگن که با تمام آرزوهامون تونستیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. نقطه. تموم شد و تمام داستان تا اینجاست. تمام. بعد این چی هست؟ بعد این دشوش. افتادن هست. یعنی تا اینجا یه عده انسان تونستن معنویات رو به دست بیارن. تا اینجا یه عده انسان با تمام نسل ها. اینجوری فکر کنید. تمام انسان ها نسل به نسل، نسل به نسل ادامه پیدا میکنه و به جایی میرسه که اونو به دست آورده و این نقطه جاییه که انسان ها توانسته بودن اینجا رو به دست بیارن و تاریخ انسان اینه و شرایطی که انسان اینو زندگی کرده و ما هم که انسانیم باید همین کارها رو انجام بدیم. یعنی همه اینها رو به طوری که انسان هستیم، آدم هستیم، باید همشون رو تو داخلمون حس کنیم، زندگی کنیم. به خاطر این راه چرا برای ما تعریف میکنن تو کتابینا؟ چون که ما نسل جدید، هر یک کابالیستی که بعد از اون میاد، مجبوره که این راه رو بگذرونه. به خاطر این، هممون مثل آدم شروع میکنیم. بعد اون آرزو، اون خواست یکم بزرگ میشه. ادامه میدیم تو راه مثل ابراهیم، اسحاق، یعقوب تا ادامه پیدا میکنه تا که به نقطه آخر معنویات برسیم. به خاطر اون هر انسان، هر شخص مجبوره که معبد خودشو بسازه و این معبدیه که داخل انسانها هست. به خاطر این به خانه شخص یعنی به معبدش قلب انسان میگن. اگه اینا رو گوش میکنید میدونین که تو ساختمان ها بناها نمیتونید چیز مقدسی پیدا کنید. باید اونو فهمیده باشید تا حالا. نمیتونید داخل بناها یک چیز مقدسی پیدا کنید. و آدم مجبوره تمام مقدسات رو داخل خودش بسازه. و حالا دنبالش ما هم مجبوریم اینها رو زندگی کنیم و مجبوریم این مرحله ها رو رد کنیم. و آموزه های استاد هامون از کجا میاد؟ از اینجاها میاد. دنبالش به ما کابالیستی به نام آکیوا بود. آکیوا شخصی بود که به تمام ملت‌ها معنویات رو یاد می‌داد. نزدیک به 2000 سال پیش، بیشتر از 2000 سال. کسی بود که به تمام خلق معنویات رو یاد داد. به خاطر اون بعد آکیوا که دو تا شاگرد داشت، یکیش تلمود رو می نویسه، یکشم زوها رو می نویسه. چرا آکیوا مهمه؟ چون در زمان آکیوا دین ها شروع می شن. زمان آکیوا زمانی که دومین معبد تخریب می شه. به صورت تاریخی وقتی معبد دوم تخریب می شه. به خاطر این اولین معبد در معنویات گارد حخما نامیده می شه. یعنی آخرین مرحله بزرگی گارد حخما. حخما از کلمه حکمت و کلمه حکمت از اونجا میاد. حکمت بوده مه؟ یعنی senin adınla ilişkili bir şeyler var belki biraz ilham alırsın ilerlemek için diye söylüyorum. حخما. تمام. بزرگی از اونجا میاد. آکیوا وقتی دین ها درست شدن döneminde اونجا ملت به دو قسمت تقسیم میشه، دین و معنویات، و این جدا شدن بعد معبد دوم شروع میشه. به خاطر این تاریخ دین ها به زمانی میرسه که دومین معبد تخریب شد. به خاطر این قبل اینا هیچ دینی، یعنی دین های ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، هیچ کدوم نبودن و نه اسلام بود، هیچ کدوم نبودن. یهودیت هم نبود. یهودیلیک دینی ده یوکتو. یهودیت رابانوت که میگن، یعنی جایی که اونجا دین رو اداره میکنن. بعد این که دومین معبد تخریب شد اون زمان ساختن رابانوت. اون وقت دینی نبود، فقط معنویات بود. اما در زمان آکیوا بعد این که دومین معبد تخریب شد، اینجا هم دومین معبد دین ها شروع شدند و انسان ها به دو طرف تقسیم شدند.
کسایی که تو معنویاتند olanlar, و کسایی که دنبال خواست گرفتن هستند. شبیه این که چطور ابراهیم ملت رو به دو قسمت تقسیم کرد، موسا چطور در مصر ملت رو از هم جدا کرد و میگه که ما به طرف معنویات میریم، اینا هم اینجا میمونن. اینجا هم همین شرایط. الان دین ها هستن، چیزهای فیزیکی، و طرف دیگه معنویات هست. به خاطر این دین ها چیزهای فیزیکی انجام میدن و وجیبه های فیزیکی دارند. ولی تو معنویات وجیبه فیزیکی وجود نداره. یک وجیبه وجود داره که اسمش هم عوض کردن قلبه. و به تغییر دادن قلب بهش معنویات میگن. یعنی کاری که آدم برای تغییر دادن خودش انجام میده. و تمام آموزه های آکیوا رو و تفسیر پنج کتاب موسا هم از طرف راشبی و دوستانش یک گروه 10 نفری بودند و همشون رو تو کتاب زوهر جمع‌آوری کردند. بعد کتاب زوهر انسان شروع به پیشرفت کرد، دینها و جهانی شدن دنیا و سایره. و وقتی که دینها هم به نقطه مشخصی رسیدند، زمان علم شروع شد و به زمان رنسانس رسید. و کابالیست اون زمان هم اسمش آری بود. میگه که انسان ها عوض شدن. قدیما تو کوچه دنبال جادوگر بودن و زیر دین و جادوگرها رو پیدا میکردن و اونا رو آتیش میزدن. با اینجور چیزا مشغول بودن و یه گروه انسان بیدار شد و گفتن اینجور چیزا خیلی مسخره هست. به خاطر این انسان همینجا چی شد؟ شروع به جدا شدن از دین کرد و گفتن چیزی که دین میگه هیچ با عقل جور در نمیاد. یعنی ما به انسانها نگاه میکنیم و به خاطر تیپش میگیم به این جادوگره و یا کارهای مسخره میکنیم و برای بهشت بلیت میخریم، چون اون زمان بلیت میتونستن در کلیسه های کاتولیک و با پول میتونستی سند بهشت رو بخری. به خاطر این هم در میان انسان ها علم، آگاهی و عقل پیشرفت کرد و اون زمان هم زمان آری بود، زمان رنسانس. آری این زمان راشبی. اگه دقت هم کنید اینجا اگویزم رفته رفته بزرگتر میشه. آری تمام و ایگو رفته رفته بزرگتر میشه. آری هم سالهای 1500 بود. اونجا چی کار میکنه؟ کتاب درخت زندگی رو مینویسه. یعنی چی نوشتن کتاب درخت زندگی؟ یعنی به زوهار، به برشید، پنج کتاب موسا تفسیر مینویسه اینا رو و همان چیزها را به انسانها به صورت علمی توضیح میده. به خاطر این زبان معتبر کابالا یعنی زبان سفیروتها از آری به ما میاد. زبان سفیروتها به صورت علمی، ظرف، نور و رابطه میانشون با سفیروتها یعنی با رابطه ها، یعنی به صورت فیزیکی اینا رو توضیح میده برامون، مثل قوانین فیزیک. به این شکل دنیاها و کشیده شدن دنیاها و غیره، همه رو پله پله، قدم به قدم. به خاطر این آری یک انقلاب ایجاد میکنه. چرا؟ چون انسانها انقلاب کردن. معنویات رو همیشه میتونی با تکامل انسانها به اونها توضیح بدی. به خاطر این به ماها نوشته های 100 سال پیش یا 1000 سال پیش کتابای اون زمان به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون نسل ما با اونا متفاوته و تو بیرونم میتونیم ببینیم که به درد نمیخوره. به خاطر این دهی که دیده میشه نقشه لازم نداره. به خاطر این علم کابالا هم بعد آری در اواخر قرن 20 و قرن 21 و کسی که در اواسط قرن 20 اینها رو نوشت اسمش بال هاسولان بود. بال هاسولان و بعد بال هاسولان هم راباش بود. راباش هم به ما مقاله های معنوی رو ارث گذاشت.
بالحصول آن هم به درخت زندگی تفسیر کرد، کار کردن با ده سفیروت و یک کتاب شش جلدی خیلی عالی هم هست و تماما به صورت علمی اینا رو توضیح میده، مثل قوانین فیزیک. و تنها کسیه که تونسته زوهار رو تفسیر کنه، بالحاسولام. به خاطر این تنها کابالیسته که زوهار رو برای ما روشن کرده. بعد اون راباش برای دانش آموزی که به معنویات میاد اینو یاد میده که چطور باید معنویات کار کنه و حلقه آخر این سلسله به این میرسه. و بعد راباش هم راو لایتمن هست، راو لایتمن که من هم شاگرد اون هستم و همه دوستانمون در بنی باروخ شاگرد اون هستیم. بنی باروخ شاگرد دکتر لایتمن هستیم. منم شاگرد اون و منم درس میدم. سلسله ما به این شکل میاد و البته که هر کدوم اینها یه رهبرم داشتند و سالهای سال این آموزه ها به این شکل ادامه پیدا کرده و تاریخش هم به این شکله. و من هم تا اینجا تمام درس رو براتون گفتم و به اینجا هم نگاه نکردم. اوکی، بی شیلر اوکی. تمام، یه چیزایی رو بخونیم بعدش میریم سراغ سوال‌ها. ولی دوستان، شرایط اینه. اینا رو باید بفهمید. تاریخ انسان و تاریخ انسان بینشون هیچ فرقی نداره. یکم پیش هم گفتم. دو قطره در یک حوض با هم هیچ تفاوتی نداره. یا یک ظرف آب یا یک قطره آب. دوتاش هم همان آب هست. به خاطر این انسان داخل جامعه زندگی میکنه، داخل یک آفرینش زندگی میکنه و اون قطره هم با آفرینش هیچ فرقی نمیکنه. فرد و جامعه همان یک چیز هستند. به خاطر این کابالیستا چیزایی رو که میخوام به ما بگن از نسل به نسل که خواست گرفتن انسانها از نسلها به نسل باید به یه فرمی برسه که آخرین صفحه‌ای که خدا میخواد همه چیزو بده باید به بزرگی اون باشه که بتونه تمام نور رو بگیره. به خاطر این از نسل به نسل داخل یک تکاملی هستیم در طول نسل‌ها تا که این خواست گرفتن به یه درجه‌ای برسه. به خاطر این بعد این نقطه بعضی انسان‌ها بیدار میشن و یواش یواش انسان‌ها وقتی که بیدار شدن میپرسن، یاد میگیرن و جستجو میکنن، تحقیق میکنن که زندگی یک معنی داره. اگه آدم بخواد بیاد میتونه این کار رو انجام بده و میتونه تو این راه پیشرفت کنه و اگه بخواد میتونه به هدف آفرینش بیاد. اگه بخواد، به خاطر این آموزه برای کسی که میخواد به اون یاد داده میشه. فقط شبیه این که تو درس اول گفتم، به خاطر این نقطه تو قلب آدم که اینو همیشه میگم خیلی مهمه. بیدار شده و انرژیش زیاده و آدم رو ناراحت میکنه، مثل اینکه یه چیزی تو گلوت گیر کرده. باید اونجوری باشه. یعنی نقطه تو قلب شبیه به اینه. یعنی اگه بتونم هم از زندگی لذت ببرم و میخوام از زندگی لذت ببرم و میتونم، وقتی میخوام یه چیزو گورت بدم مثل اینکه یه چیزی تو گلوم گیر کرده و اون همه چیو خراب میکنه. و اگه زندگی انسان هم به این شکل بود و معنی زندگی رو میخواد بدونه و آدم میتونه این کار رو انجام بده اگه میخواد، شرایط اینه. ات بکنم حالا ببینیم. همه اینا رو توضیح دادیم. چیزی نمونده که بگیم. شرایط اینه. کسی هم باشه که میخواد که معنویات رو یاد بگیره، میتونیم با هم کار کنیم. حالا تو سایت اینترنتیمون یه سری کتاب ها هستند. منابعی هستند. به خاطر این میتونیم نوشته های کابالیستا رو بخونیم. و میتونین نوشته های مربوط به گذشته اونا هم بخونید. از اینجا یه دونه بخونید برای مثال. علم کابالا صفحه 94، برای تمام کردن زوهار یک سخنرانی. اسم این مقاله اینه. ببینیم چی میگه. از این نتیجه در میاد که نسل ما نسل روزهای مسیحه. اینجا یه قسمتی از مقاله رو واسه ما میگه. یعنی نسل ما نسل مسیحه میگه. یعنی خاک مقدس به ما اعطا شد. یعنی مسیح اینجا نقطه تو قلبه. دوستان، از آسمان قرار نیست کسی بیاد
اگه کسایی به شما قول داده که ز آسمان کسایی قرار بیاد، اینطور چیزی نداری. به نقطه تو قلب آدم مسیح میگه. موشه یعنی موسا. موشه از کلمه لیمشخ یعنی کشیدن میاد. به قدرتی که آدمو به طرف معنویات میکشه، مشیاخ میگن. ریشه همه اینا از یک کلمه میاد. لیمشخ یعنی کشیدن. چکمک دنیر. موشه یعنی موسا. تمام. مشیاخ. مشیاخ. مسیح. هپسی. همشون از یه چیز میاد. کوکتن. تمام. بنا هپسی. بو شکلده. همه اینا به این شکل. به خاطر این مسیح نقطه تو قلب آدمه. اگه نقطه تو قلب بیدار شده، یعنی شرایط رو داره که با آرزوهاش یعنی به خاکش میتونه حکم کنه. و میگه ما هم تو این نسل هستیم. و همه ما وقتی معنویات رو به دست آوردیم، چی میگه؟ یه ثانیه از بالا شروع کنیم. در این حال ما با افشا شدن کتاب زهر بهره‌مند شدیم. که این شروع به حقیقت پیوستن اینه که زمین با علم خالق پر میشه. یعنی کلمه زهر هم از زیرا الیا میاد. نور بالا یعنی روشن شدن با نور بالا. کلمه از اونجا میاد. اسم کتاب اینه. روشن شدن با نور بالا. از اونجا میاد. هر کی این نور رو به طرف خودش بکشه و بتونه نور خدا رو افشا کنه، میگه که این کار دیگه به نقطه آخرش رسیده. یعنی تمام دنیا، تمام خواست گرفتن تمام انسانها، چون همه ما قسمتی از خواست گرفتن هستیم، میگه تمام انسانها به آگاهی خدا میان. به خاطر این افشا شدن کتاب یعنی بیدار شدن انسان، و زیباترین سمبول برای این نیست که تو کتابا شنیدیم. حاضر شدن و یا حاضر نشدن انسان رو تو هیچ کتابی نمی نویسه. حاضر شدن انسان به معنویات رو در داخل انسان و در شرایط دنیایی که توش زندگی می کنه اون معلومش می کنه. یعنی باید اینا رو زندگی به انسان یاد بده. به خاطر این کتابا، کتابای زیبایی هم که گذشته خونده بودین که انسانها اونا رو تعقیب میکنن، به هیچ دردی نمیخوره و باید اینو ببینید که از زندگی که به هیچ دردی نمیخورن. نقطه‌ای که انسانها اومدن اینه، یعنی نمیدونیم تو زندگی قراره چه بکنیم و با زندگیمون هم نمیدونیم چه کاری باید بکنیم. به خاطر این در آینده یک هرج و مرج جدیدی برای انسانها در راهه. از یه طرف طبیعت ما رو به بنبست میرسونه و از طرف دیگر انسان‌ها خودشونو میخورن، جنگ‌ها و غیره. طبیعت هم ما رو راحت نمیذاره. به این شکل انسان‌ها با این مشکلات یواش یواش بیدار میشن و با این شرایط هم 175 نفر این درس رو نگاه میکنن. یعنی کسایی هستن که بیدار شدن. سوالی هست؟ سوالات زیاده. سوال دیگه نگیم. چون نمیتونیم همه اینا رو جواب بدیم. چون اینجا چیزی که مهمه اینه که علم کابالا از کجا اومده و کیا اینو میتونن کار کنند و به طوری که تو گذشته هم بود. نقطه تو قلب انسانها بیدار میشه و میان به معنویات و میان خدا رو افشا میکنن و اون معبدی که تو داخلش رو میگیم اونو انشا میکنه و بعد اینم میمیره و میگه که خوبه که از این دنیا رها شدی. و برای اینکه این کار رو انجام بده باید معنویات رو به دست بیاد. طور دیگه ای راه رهایی نیست. یعنی ölüm çare. و میگن که مرگ راه چار است. اینطور نیست. تمام. gelelim sorulara. Doğan sormuş. Rehberim egoizm geldiği son nokta. اگه ایگویسم به آخرین مرحله رسیده و خواست گرفتنمون ایگوئه و خدا هم میخواد همه چیو به ما بده و در آخرین نقطه ایگویسم هستیم و این به این معنی نمیاد که خدا هم چیزایی که به ما میخواد بده این حد داره. خدا میتونه تا جایی بده که اون ظرف جا داره. حالا خواست گرفتن ما
تام آلما آرزو با حال خودش مشکلی نیست. ما باید اگو و خواست گرفتن از همدیگه جدا کنیم. خواست گرفتن میخواد. این چیز بدی نیست. به خواست گرفتنمون با استعمار کردن دیگران اگه اینطور استفاده کنم و اگه با دزدی کردن از دیگران اینو ارضا کنم، اگویزم یعنی اینو وقتی به بدی کردن با دیگران استفاده میکنم، اگویزم یعنی این. در غیر این صورت خواست گرفتن به خودی خودش چیز بدی نیست. به خاطر این تو کتابا یکم فهمیدنش سخته. وقتی که میگه خواست گرفتن، از خواست گرفتن شخص برای خودش حرف میزنه، از اگویزم حرف میزنه، ولی در حال نرمالش خواست گرفتن چیز بدی نیست. تو حیوان هم هست، تو گیاه ها هم هست و میبینین که به طبیعتشون هیچ گونه ضرری نمیزنن. خدا به انسان به حدی میده که انسان اونو بتونه بگیره و انسان هم باید بزرگی اون ظرف رو با کار کردنش درست کنه. به خاطر این معنویات رو آدم باید خودش بسازه. یکم پیش هم که اینجا کشیدم مثل این. آدم این انشا رو درس پیشم گفتم. اینو باید خودش بسازه. این کار آدمه. از اینجا. شروعش از اینجاست. از نقطه توغل بیدار شد و ورود به کار کرد. وقتی هم که شروع به کار کرد، داخل گروه کار میکنه، کار میکنه تا که از یه جای معلوم به بعد به معنویات وارد میشه. یعنی وارد یه حس جدیدی میشه و مجبور اینجا رو هم خودش بسازه. اینجا رو هم و تو کتابا هم اون جنگایی که می نویسه، اون سختیایی که می نویسه، همه زجرایی که تو زندگیش کشیده، زجرهایی که در راه معنوی اونا رو کشیده. سوال: بیدار شدن ابراهیم در دنیا تولدهای قبلش تأثیر گذاشته و میشه بگیم که تو دنیا موجودات آسمانی هستن که دیده نمیشن؟ دوستان، چیزی که میگیم موجودات آسمانی، فقط خدا وجود داره در آسمان و بقیه ما انسان‌های نرمالی هستیم. اونها هم انسان‌های نرمال بودند. همشون. اونایی که معنویات داشتند، همشون کسایی بودند که نقطه تو قلبشون بیدار شده بود. مثل ما که تو قرن 21 بیدار شده. اونها هم 3500، 4000 سال قبل و یا آدم 5700 سال قبل بیدار شد. مشکلی نیست. مهم اینه که نقطه تو قلب بیدار شده باشه. و چیزی که اینجا میگیم، هممون همان چیز رو میگذرونیم. فقط اگویزم بیشتر میشه و این هم دلیل مهم میداره. چون با بیشتر شدن اگو، چیزی که از خدا میگیریم بیشتر میشه. یعنی حس کردن خدا توسط آدم خیلی کم بود. به حد ابراهیم نبود. حس خدای موسی هم از ابراهیم بیشتر بود. چرا؟ چون اگوش بزرگتر بود. ظرفش بزرگتره یعنی. به خاطر این همه ما در دوره خیلی خاص هستیم. واقعا با تمام انسان‌ها داخل یک دوره خاص هستیم. و اینجا انسان‌ها هم می‌بینیم که نسل جدید هم از متریالیسم خسته شده. و نسل جدید دنبال متریالیسم دیگه نمیره. و هیچ کسی هم تحمل اینو نداره که دنبال چیزای مسخره بره. به خاطر این کم کم برای یک انسان در راه گذر به دوره جدید هستیم. مثل این که اینا تو گذشته کردن. به خاطر این هم اینا رو یاد میدیم. در غیر این صورت اگه به این شکل نبود یاد نمیدادیم، چون لازم نبود. به خاطر این نسل اینو ایجاب میکنه. نسبت به پیشرفتش حالا میریم به آخرین مرحله ای که متریالیسم ما رو آورده. در اکونومی و جاهای دیگه میبینیم. بعد اون انسان ها دنبال راه چاره میگردن و زمانی هم که دنبال راه میگردن باید چیزی باشه که بتونن پیدا کنن. اگه بیاد یا نیاد این مسئله دیگه ایه. اما همه چیز باید برابر جلو بره. یعنی اگر مشکلی هست، جواب مشکل هم باید همراهش باشه. و این مسئله دیگریه که انسان اینو استفاده میکنه یا نه. به خاطر این باید آدم پیشرفت کنه و از خودش یک موجود معنوی که به همراه خدا باشه باید درست کنه. همه ما. به خاطر این هیچ کدوممون خاص نیستیم نسبت به دیگر انسان ها. چون همه ما قسمت یک آدم هستیم. به خاطر این
استاد هست. مثل اینکه چطور استادش به اون یاد داده. من هم وقتی اومدم که من حالا هم تو گروه کار میکنم، وقتی هم اومدم مثل شما اومدم و نمیتونستم جوری دیگه بیام. مگه اینطور نیست؟ زندگی منم مثل شما بود. اومدیم و یاد گرفتیم و کار کردیم و گفتیم که راهمون اینه و دیدیم که ارزش اینو داره که کار کنیم و ادامه دادیم. حالا هم یاد میدیم. شما هم انشالله اینجوری میشید. امید ما اینه که بتونیم با تمام انسانها، تمام ملتها بیدار باشیم. در غیر این صورت کاری که میکنن جنگه و اینجوری هم ادامه پیدا میکنه. مثل یک بدن سرطانی که خودشو میخوره. یک انسانی هست که همش خودشو میخوره. به خاطر این هم تمام ما از این شرایط عبور میکنیم. امید ما اینه که با هم بتونیم به مرحله بعدی آگاهی برسیم. چیزی که میگیم اصلاح اینه. چیزی که انسان خودش رو اصلاح کنه و خدا رو احساس کنه و بتونه با او در آفرینش شریک باشه. هدف آفرینشمون اینه. سوال: تا جایی که فهمیدم به این راه باید با عقل بیای، بعد از عقل در بیای، بعد با قلب ادامه بدی. این درسته؟ در مرحله اول همش دوستان با قلب، همه چی با قلب، چون نقطه تو قلب هم با قلبه، با عقل نیست. وقتی هم کسی تو داخلش هیچی احساس نکنه، هدف زندگی رو نپرسه، به خاطر این همیشه هر کارمون با قلبه. یعنی اول باید آدم یک پوچی و کمی باید احساس کنه و بعدش باید با مغزش چرایی اینو بپرسه و بعدش مغز میگه باید به اون چطور چاره پیدا کنه. جستجو میکنه و سعی میکنه که چاره پیدا کنه و اگه هم پیدا کنه که خوب میشه. اما قلب اول میاد، فکر بعدش میاد. اما البته که فکرمون هم استفاده میکنیم. در معنویات میبینید که وقتی پیشرفت میکنیم باهوشتر میشیم. با یک هوش جدید مغزمون عوض میکنیم و این مرحله گذر هم یکم میتونه سخت باشه و در این مرحله آدم ممکنه که خودشو خیلی باهوش حس نکنه. اما این یک مرحله گذره. این مرحله گذر هم وقتایی میشه که میگین چقدر احمقه. این درسته، ولی اینا رو میگذرونیم. بعدش کم کم خودمونو، طبیعتمونو، چطور خدا ما رو آفرید، چرا اینطور آفرید، اینو میفهمیم. وقتی هم فهمیدیم، حسمون همراه عقلمون داخل یک هماهنگی میان. یعنی دوتاش جدا نیست، دوتاش برابر میشن. از یه طرف لذت و خوشحالی، از یک طرف هم فهم در داخل این جریان برابر میرید. یواش یواش. سوال: من فقط برای یاد گرفتن اومده بودم، ولی حالا اینجا خودمو خاص احساس میکنم و حس میکنم اگوم بیشتر میشه. حالا اینو باید چطور رد کنم؟ لازم نیست با چیزی بجنگی. این حسیات نرماله. بیشتر دوستان احساس پوچی. ببینید دوستان، احساس پوچی از طرف خداست. حس ها رو خدا به آدم میده. یعنی مثل این که به آشت یه چیز نامری مگس میندازه و نقطه تو قلب داخل انسان میندازه و میبینیم که زندگیمون یکم تغییر کرد. طعم زندگی رفت، ولی به این شکل بیدار میکنه. به خاطر این خدا آدم رو به معنویات میاره و کسی دیگری نه. به خاطر این وقتی آدم تونست به سوالاتش جواب پیدا کنه، چیزی که میگی خیلی نرماله. واقعا خودشو آدم خاص احساس میکنه و خودشو آدم با شانسی احساس میکنه. به سوالاتم به جواب پیدا کردم. من یادم میاد که اینطور احساس میکردم، مثل این بود که گنج پیدا کردم. واقعا وقتی که تازه اومده بودم، تمام کتابا رو دانلود کردم و خوندم و اون زمان هم کتاب نبود، همش تو اینترنت بود. همشون رو کپی پیست کردم، صفحه به صفحه. در زمان ما نمیتونستی راحت دانلودش کنی، پی دی اف اینا نبود. به خاطر این همش رو صفحه به صفحه کپی پیست میکردم، بعد پرینتش میکردم و کتابای بزرگی شده بود، دوتا کتاب بزرگ، چون آدم احساس گشنگی میکنه.
به خاطر این خوبه که آدم خودشو این شکلی احساس کنه و بزرگ شدن خواست گرفتن هم خوبه. یعنی چی کتاب رو پرینت کردم و خوندم؟ یعنی خواست گرفتنم زیاد شد، اگم زیاد شد. لازمه که این باشه، تو میخوای بگیری، میخوای بدونی و داخلش بیای و دنبالش هم یه کسی وجود داره. داخلش که خودتو خواست احساس میکنه، اونم درسته، اونم لازمه که باشه و چیزی نیست که باهاش بجنگی. به کار کردن باید ادامه بدی. با ادامه دادن میبینی که آدما وقتی درست کار کنن در داخلشون یه تغییر احساس میکنن. یعنی استاد هست و به ما میگه که چطور باید کار کنیم با هم. ببینید همشون از کتابا میگه، از خودم چیزی در نمیاره، همش از کتاب هاست. زهر بالها سلام تا ده سفیلوت راشبی، درخت زندگی که از آری مونده، همه اینا تا موسی، ابراهیم، آدم میره، همشون. و کتابامون از اونجا میان و مقاله های رباش همشون از منبع میان. اگه درست کار کنیم میبینین که تغییرات از داخلتون میان. به خاطر این در معنویات به شاگرد اینو نمیگن که اینو بکن اینو نکن، اینطور نمیتونی یاد بدی. به بچه ها هم اینطور نمیتونی یاد بدی. با نشان دادن آدم باید از داخلش عوض شد و این چیزه که معنویات رو به بقیه چیزها جدا میکنه. به خاطر این کار چیزیه که آدم بتونه اونو صاحبش باشه. یعنی من کردم، تغییر رو من کردم، من همشو میکنم. به خاطر این خدا طوری هم که به آدم گفت باید با عرق خودت نونتو در بیاری. یعنی آدم وقتی این کار انجام میده فرصت اینو داره که خودشو بتونه پیشرفت بده. به خاطر این آیا با چیزی باید جنگ کنم؟ نه اینطور نیست، با هیچی جنگ نمی کنیم. باید چیزایی که از کار یاد می گیریم اونا رو در داخلمون، عوض شدنشون رو در داخلمون احساس کنیم. اگه بپرسیم که تو راه سوال جواب و این چیزا وجود داره، آره اینا باید باشن و رهبر هم برای اینا هستن و پدر و مادرمون هم برای این هست، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم برای این هست. یعنی بزرگامون هم به خاطر اینها هستن. در معنویات هم رهبر هست که بتونه به شاگرداش کمک کنه، ولی کارو کی میکنه؟ کی بزرگ میشه؟ مثل اینکه بچه بزرگ میشه و آدم که میاد در معنویات خودش بزرگ میشه. به خاطر این و نمیتونی که با ایگو جنگ کنی هیچ وقت و اینو امتحانم نکن، چون نمیتونی همیشه. به خاطر این ما نمیتونیم مستقیما با ایگومون جنگ کنیم. در داستان موسی چی کار میکنه؟ از مصر فرار میکنه، با فرعون جنگ نمیکنه. یعنی چرا؟ چون نمیتونه بر او پیروز شه. به خاطر این نقطه تو قلبمون ضعیفه و نمیتونه نسبت به خواست گرفتنمون بجنگه و نمیتونه جلوی خواست گرفتن وایسه. هیچ کاری نمیتونه بکنه چون نقطه ضعیفیه و تنها کاری که میتونه انجام بده فرار کردن. به خاطر این در معنویات هم ما چطور به معنویات میایم؟ از این دنیا فرار میکنیم و میایم. مصطفی سن کاچیپ ده گلمیش گیبی دیدین بنسن. ها او شکلده. دور. انسان همه زندگی فرار میکنه و میاد. یعنی میخواد فرار کنه از این زندگی. میگه لعنت باشه. و میبینید که هر چی که سرمون میاد شبیه به چیزایی هست که تو کتابا نوشته شده. و وقتی هم که اینا براتون روشن شد اون وقت میفهمین که چقدر برای ما نزدیکه. ما هم حالا یه شرایطی شبیه به اونو زندگی میکنیم. یعنی میخوایم از این زندگی فرار کنیم و اگه فرار نمیکنیم چرا به معنویات بیاییم و تو دنیا دنبال لذتات بود؟ لازم نیست. وقتی آدم بیدار شده باشه و نتونه از زندگی لذت ببره میخواد همه چیو رها بکنه و نسل جدید هم به طور طبیعی این شکل میشن. میبینین همتون و در داخلتون جوانها هم هستن و پوچی این زندگی رو احساس میکنن و نمیدونن که باید چی کار کنن. اینها به طور اتفاقی به انسانها داده نمیشه. این حساب بیدار کردن خدا انسانها به این شکل، چرا به این شکل آدم رو بیدار میکنه؟ تا انسانها بتونن حساب کتاب بکنن. حالا چی کار باید بکنن؟ دنبال باید چی برن؟ و حساب کتاب مومنینه. سوال: ایگو برای ما همیشه یه چیز بدی تعریف شد و به گفته شما ایگو در معنویات چطور میتونه به ما کمک کنه؟ اگه ایگویزم نباشه انسان سوال نمی کنه. ببینید هیچ چیز بدی وجود نداره که خدا اونو خلق کرده باشه.
اگه انسان اونو به بدی استفاده کنه هر شی. اون وقت بدی تو طبیعت همه چی نرماله. بنم در رابطه با من یا خوبه یا بد، یا ایه یا کت. اگویزمی olumlu olarak آیا میتونم اگویزمو به طور خوب استفاده کنم؟ البته که میتونم. اگویزم یعنی چی؟ یعنی یک خواست بزرگ که گرفتن دارم و میخوام اینو پر کنم، ارضا کنم و میتونم اینو با خرد کردن انسانهای دیگه انجام بدم، مثل اینا که تو زندگی دنیاویشون انجام میدن، و یا هم میتونم اگومو برای احسان کردن استفاده کنم. در میونشون فرق هست. اما چه کار باید بکنم؟ باید اینو یاد بگیرم که احسان کردن به معنی واقعی چیه. و اگه اینو خود به خود اون چیزی که تو فکرم اون انجام بدم، شبیه انسانهای خیرخواه میشین تو بینون و معنویات انسان خیرخواه اینا نیست. به این شکل نمیتونید احسان کنید. یعنی باید انسان خدا رو بشناسه، بفهمه و باید اونو پیدا کنه و اونو بفهمه. و ایمان داشتن به خدا یعنی خدا رو پیدا کردم، اونو میدونم و اون وقت میفهمم که چه کار باید انجام بده. شبیه این که بچه هم چه کار باید انجام بده رو از پدر مادرش یاد میگیره، ولی اگه پدر مادری نداشته باشه اون وقت نمیتونه زندگی هم بکنه، تو دنیا هم نمیتونه، هیچی هم نمیتونه یاد بگیره. به خاطر این آدم باید در پیشرفت در معنویات خدا رو پیدا کنه، بعدش اونو بدونه و دنبالش کارهایی که میکنه نسبت باید به اون باشه. به خاطر این اگویزم ما شبیه یک چاقو دو سره و آدم هم باید اینو تعیین کنه که چطور از این باید استفاده کنه. و کانسپتی که بهش آدم میگیم اینه: آیا نوشته ها در کتاب های دینی به خاطر اینکه به صورت دنیوی تعبیر شده به دلیل اینها انسان ها جنگ و خونریزی دارند و همدیگر رو میکشند؟ دوستان، انسان ها هیچ فکری نسبت به نوشته ها در کتاب ها ندارند. یک دلیل وجود داره که انسان ها از این کتاب ها استفاده میکنند، چون از سالهای سال در این کار پول خوبی وجود داره و اینو باید همه تون بفهمید. هممون باید خیلی خوب اینا رو بفهمیم. انسان خواسته گرفتنه و هر چیزی هم برای پر کردنش انجام میده، اعتبار، پول، کنترل کردن انسانها، در سر انسانها بودن، برای به دست آوردن همه این آرزوها از این کتاب ها استفاده کردند و اینو باید تو دنیا ببینید. به خاطر این برای این انسان ها مهم نیست که تو کتاب ها چی نوشته. این مهمه. به خاطر این کتاب ها رو همین شکلی استفاده می کنن و از اونها جمله هایی رو می گیرن که به دردشون بخوره. یعنی جمله ای رو می گیره که به دردش بخوره از کتاب. ولی کسی هست که کل کتابو بفهمه؟ نیست. کسی هست که بخونه؟ نه، نیست. همش سر و کار گذاشتنه. به این شکل شرایط اینه. به خاطر این کتاب ها بد نیستند، دین ها هم بد نیستند و دین ها برای نیست که برای بدی ساخته شده و دین ها برای نیت بدی ساخته نشد. برای این ساخته شد که انسان ها بتونن به زندگیشون سر و سامون بدن. چرا؟ چون انسان طوری هم که نوشته شده یک حیوان وحشی، یعنی حیوان هاره. به خاطر این چطور این حیوان ها رو باید اصلاح کنی؟ با ترسوندن. چرا میترسونی انسان ها رو؟ چون نمیدونن بعد مرگ چی میشه و به این دلیل میترسند و میونشون هم کسایی که اگوشون زیاده اینا رو استفاده میکنند برای پول، برای شهرت، اعتبار. به این شکل کاری که انسان ها هزاران سال انجام میدن همینه. به خاطر این در دنیا فقط انسان بده، دین ها هم بد نیستند. و چیزی که باید بکنیم، باید ببینیم که این طبیعتمون به ما ضرر میزنه. به خاطر این آدم باید بفهمه که طبیعتش چیه و اگه ببینه که این برای ما ضرر میزنه، یعنی طبیعت خودمون همیشه مثل این که خودمون از پای خودمون میزنیم، اگه اینو ببینیم که مثل یک قده سرطانی بدنمون رو میخوریم، اون وقت میتونیم نسبت به اون کار یه چیزی انجام بدیم. در غیر این صورت انسان به این زندگی ادامه میده و میمیره. هدف ما هم تو معنویات چیه و چیزی که خدا به ما نشون میده چیه؟ از گناهکار یا بد بودن انسانهای بیرون نمیگم، منظورم این نیست. اینو میگم که به زندگی نگاه کنیم
و اونو بفهمیم. اشیمیز, چون کار ما یعنی اگه میخوایم پیشرفت کنیم باید زندگی رو خوب بفهمیم. به خاطر این باید ببینیم که چی به درد میخوره چی به درد نمیخوره. به خاطر این اینو نمیگم که یعنی گناه رو سر اونایی که تو بیرونم بندازم. اینطور نیست. به کسی چیزی نمیگم. اینجا کاری که باید انجام بدیم باید طبیعت انسان رو بشناسیم. چون آدمهای تو بیرون نمیدونن چی کاری دارن میکنن و اختیارشون دست خودشون نیست. و اگه خدا طبیعتمون رو این شکلی آفریده، کاری که انسان ها انجام میدن دست خودشون نیست. موجودی نیست که بتونه خودشو کنترل کنه. هیچ آزادی نداره و انتخاب اراده آزادی هم نداره. خود به خود زندگی میکنه. به خاطر این کاری که باید تو کار انجام بدیم، وقتی آگاهیمون زیاد شد، من چیم، آفرینشم چیه؟ و اراده من کجاست؟ باید اینا رو کشف کنه. یک راهی باشه که بتونه آدم بشه. در غیر این صورت همه دنبال زندگی دنیاوی میمونیم و به صورت غریزی چی داخلمون به وجود میاد، چه آرزوی میاد، یه هایی دلمون یه چیزی میخواد، ما هم میریم اونجا انجامش میدیم، یه هایی دنبال اینو میریم. یعنی انسان به صورت غریزی زندگی میکنه، با مغزش هیچ رابطه ای نداره. در مغزش فقط حساب اینو میکنه که چطور خواستام و رضا کنم و مغز هم به هیچ درد دیگه ای نمیخوره. مغزمون هم چیز بزرگی نداره. خاصیت حافظه ای داره و خاصیت حساب کردن داره. از تجربه های گذشته برای ارضا کردن خواستام چطور باید حساب کتاب کنم؟ مغزمون به غیر از این کار دیگه انجام نمیده. و یا ما نمیتونیم فعلاً استفاده کنیم. در داخل این طبیعت به خاطر این درصد خیلی کمی از مغزمون استفاده می کنیم. چرا؟ چون در داخل این طبیعت لازم نمی بینه که درصد کار کردنش رو زیاد کنه. به این خاطر لازمه که انسان عوض شه. ما هم چی کار میکنیم؟ میخواییم خودمون عوض کنیم. و اگه خودمون عوض کنیم، اون وقت میتونیم در آگاهی بزرگتری که بهش آگاهی خدا میگیم، میتونیم اونجا باشیم. و درجه انسان هم اونجاست. و اون زمان موجودی جدا از این دنیا میشیم. سوال، کابالا از نسل‌ها انتقال یافته و از ابراهیم به ملت‌ها یاد داده شده گفتیم. حالا تو روزمون که دین‌ها هستن، دلیلشون چیه؟ یعنی از کابالا کپی کردن و ساختن. دوستان، به وجود آمدن دینها اگر انسان در معنویات نیست و رفته رفته بدتر میشه با بزرگ شدن ایگوش، اون زمان کاری که کابالیستا کردند دینها رو کابالیستا ساختن. چرا؟ به خاطر قوانین طبیعت. به انسان ها چی گفتن؟ گفتن هم دیگر رو نکشین، این گناهه. واقعا همینطوریه. به دیگران ضرر نزنید. تو واقعیت هم به این شکل. به خاطر این تو طبیعت قوانینی هست. دزدی نکن، نزن، نکش، تجاوز نکن، دروغ نگو، افترا نگو. همه اینا تو معنویات هم وجود داره. به خاطر این چی کار کردن؟ گفتن تمام این کانسپت ها رو بگیریم و به زندگی که کسی که تو معنویات نیست که بتونه در این دنیا با مغز سالم زندگی کنه بسازیم. به خاطر این وقتی دین میگیم، یک لایف استایل، طرز زندگی. طرز زندگی من به این شکله. و به خاطر این فرد خودشو داخل یک چارچوبی نگه میداره و خودشو از بدیها محافظت میکنه و به چپ و راست کاری نداره. یک فهمی تو جامعه وجود میاد. به خاطر اینا چیز بدی نیست و به وجود آوردن اینا در آن زمان خیلی خوب. چون اگه اینا نبودن، انسانها واقعا بربر باقی میمونن. همسایه میاد خونش، با شمشیر میکشتش، همه چی رو تار و مار میکنه و میره. به خاطر این به وجود آوردن دینها برای این بود که تو جامعه یک اصلاح بیاد و به درد هم خورد. ولی تا جای معلوم، به خاطر این که کابالیستا میگن که در قرن 21 اینا دیگه تموم شد، چون اگوی انسان ها چنان بزرگ شده که باورهای دینی دیگه نمیتونن کاری بکنن و ما هم نمیتونیم انجامشون بدیم. میبینید تو بیرون نمیتونیم انجام بدیم و نسل های گذشته که تونستن و اجابات دینشون رو محافظت کنن بودن، ولی امروز دیگه نیست. چرا؟ چون اگومون اجازه نمیده و نمیخواد اینو قبول بکنه. و چیزی که فقط میبینه منفعت. منفعت کجاست؟
انجام میدن. آلمار سوله ایشی. خواست گرفتن به این شکل کار میکنه و به خاطر این دیگه دینها زمانشون تمام شده. انسان باید با آگاهی جدیدی بیاد و دیگه نمیتونه کورکورانه چیزهای رو که یعنی نمیدونه انجام بده. یعنی پیشرفتمون به این شکل نیست. به این خاطر به زندگی گذشته و بازگشت به گذشته واجبات دینی تو گذشته کسایی هستن که میخوان به اونجا ببرند و در تمام ملت ها هم هست، ولی اینا به درد نمیخوره و امکان هم نداره، چون در قوانین طبیعت چیزی به نام عقب روی نداره. به خاطر این هرچقدر همینا رو اعمال کنند دینها رو، اون اندازه هم خارج شدن از دینها بیشتر میشه و اینا رو باید بتونید ببینید در تمام انسان ها، در همه جامعه ها. چرا؟ چون اگو دیگه زور رو قبول نمی کنه و تحمل اینا رو دیگه نداره و با یک نسل جدید و یک صفحه جدید شروع به این قرن می کنید. به خاطر این نسل های این قرن که تو آینده هم می بینید، فکرشون تو متریالیست نمی شه دیگه و طرز فکر جدیدی پیدا می کنن. به خاطر این نسل آخر اگر جنگ در نیارن و اطراف رو به هم نریزن، آینده بدی نداریم. اما اگر این نسل نتونه خودشو نگه داره، کارهایی بکنن، اون وقت لازمه که دوباره ریست شیم، چون اسلحه هایی که تو دستمون هست ما رو به 1000 سال 2000 سال عقب برمیگردونه و دوباره تکامل انسان ها سالها طول میکشه. به خاطر این علم کابالا دین نیست. علم کابالا علمیه که آگاهی انسان رو یک مرحله به بالا میبره. علم کشف کردن خدا. بگیم علم کشف کردن دنیا. چون در پشت دنیا خدا وجود داره. به خاطر این اگر زندگی و قدرت پشتش رو بتونم کشف کنم، اون وقت میتونم خدا رو کشف کنم. به خاطر اون شرایط و فهمیدن و پیدا کردن خدا وجود داره. خدا تو پیدا کن، خدا تو بدون و ایمان به خدا یعنی این. وقتی که پیداش کردم و فهمیدمش، اون وقت میتونم ایمان داشته باشم. یعنی در غیر این صورت، به شکلی که تو دینها هم هست، در کتابا اینو نوشته و گفتن باید باور کنید و این چیز ایمان به خدا نیست. این یعنی یه چیزی که دیگران اونو نوشته و منم ایمان دارم و یا پدر مادرم گفتن که ما تو این دین هستیم و تو به خدا باید ایمان بیاری و من هم دیدم تو جامعه انسانها به این شکل ایمان دارن و خود به خود میگم که نمیتونه همه دروغ بگه. یعنی میلیون ها انسان هست، همه اینا نمیتونن دیوونه باشن و من هم ایمان دارم و میبینیم که دروغ بود. چرا؟ چون از چیزی که از دیگران شنیدم اگه ایمان بسازم، این ایمان به خدا نیست. این ایمان به حرف دیگران و شنیده هایم را میگیرم و به خودم فانتزی درست میکنم. به خاطر این دین واقعی، در دین ما هم باید اول خدا را بدونی، اونو پیدا کنی هست. و متاسفانه ما که نتونستیم واقعیت رو ببینیم، در داخل دروغ‌ها هستیم و این لازمه که داخل دروغ‌ها باشیم. این چیز بدی نیست. چرا؟ کسی که داخل دروغ نباشه نمیتونه واقعیت رو جستجو کنه. به خاطر این چیزایی که به سرمون میاد همشون منطقی هست. یعنی اگه از بیرون نگاه کنیم، یعنی از نگاه کابالیستی اگه نگاه کنیم، پیشرفت قدم به قدم انسان توسط خدا اونقدر منطقیه که یعنی به خاطر این چیز بدی نیست و چیز اشتباهی هم نیست. نمیتونیم بگیم هست. در کابالا چنین چیزی وجود نداره. چون به خوبی باید از هر صفحه بگذریم و بگذریم. به این شکل آدم و او هم به این شکل آدم رو میاره و به این شکل خیلی خوب پیشرفت میکنه. کاری که باید فرد انجام بده، باید کار رو اضافه کنه. چون در این کار آدم از این کار معاف نیست. یعنی از کار معاف نیست آدم. همه نسبت به تلاشش مجبور پیشرفت کنه. به خاطر این خدا آدم رو با یک نیروی محرک، کسی که نقطه تو قلبش بیدار شده، در پشت این نیروی محرک، در جایی که بیدار شده،
مجبوره با اون نیروی محرک ادامه بده. یعنی olması چون هر چقدر پیشرفت نکنه، یعنی جایی که قرار باشه و نیست در بین این فاصله عقب مونده باشه، چیکار میکنه؟ با اضطراب زندگی مجبور پیشرفت کنه و ما هم یکم عقب موندیم. چیکار میکنه؟ طبیعت هولمون میده، طبیعت هول میده، زندگی هولمون میده. به خاطر این شخص باید به جاری بودن زندگیش باید هماهنگ شه. به خاطر این کار ما خیلی مهمه. اگه علم کابالا رو کار کنید میبینید که همه چی سر جاش میشینه. به خاطر این در آفرینش کسی بدی هست، خوبی هست، همه چی طبیعی، همه چی با کارکرد سیستمه، نه قسمتی از یک چیز. و زندگی هم باید به این شکل باشه و چیز بدی نمیتونیم بگیم هست. از نگاه کابالیستی پیشرفت انسان با سرعت خوب تنها دلیلش اینه که چون هر چقدر پیشرفت نکنه اضطراب هست. به خاطر این کابالیست میخواد بچه خوبی باشه. به خاطر این که میخواد بچه خوبی باشه میگه زندگی یک هدفی داره و من هم تو این راه باید بدوم. از اضطراب کشیدن بهتره و دلیل این که استادم یاد میده همینه. چون انسانها به دو شکل میتونن پیشرفت کنن، یا با شکنجه و یا با فهم و آگاهی. به خاطر این کسی که یاد میگیره به خودش فهم و آگاهی اضافه میکنه، یعنی علم اینو اضافه میکنه که با اون بهتر بتونه زندگی بکنه. به خاطر این مهمه. در غیر این صورت با هم هممون در یک کشتی هستیم با تمام انسانها. به خاطر این اگه غرق بشیم همگی غرق میشیم و اگه نجات پیدا کنیم باز هم برابریم. اما هیچ شباهتی با دین ها نداره، چون این علمیه که با اون میتونی خدا رو بشناسی. در دین ها علم کشف خدا یا فهمیدن اون، عوض کردن خودت، این چیزا وجود نداره. در دین ها واجبات دینیمو انجام میدم، به بهشت میدم، یعنی پیش پرداختمو میگیرم. مثل اینکه در کاری کار میکنه، رفتم کارمو انجام دادم و ماهیانمو گرفتم. طرز نگاه کردن به خدا در دینها به این شکله. در معنویات این طرز تفکر وجود نداره. در آینده هم اگه کار کنید میبینید. سوال: در انسانهای قبل آدم نقطه تو قلب وجود نداشت؟ اگه داشت چرا تا آدم خدا این اجبار رو ندید که اونا رو هم بیدار کن؟ دوستان این سوال رو میتونیم از خودمون هم بپرسیم. همین سوال رو برای 8 میلیارد آدم که بیدار نشدن هم میتونیم بپرسیم. چون پیشرفت یک مرحله‌ای داره. یعنی یک کودک وقتی متولد میشه یه هایی به 20 سالگیش نمیاد. چه کار میکنه؟ یواش یواش بزرگ میشه. روز به روز. انسان هم به این شکل. چرا به این احتیاج هست؟ چون در غیر این صورت نمیتونیم از اتفاقایی که میفته درس بگیریم و ما خودمون از دیگران متفاوت میبینیم. ولی در آفرینش این تفاوت وجود نداره. هممون، همه 8 میلیارد در سال آینده میتونه 7 باشه یا 9 میلیارد باشه. همه چی میتونه باشه. ولی کی تو زندگیه؟ هممون از بند ناف به همدیگه وصل. هممون فرزند یک انسان هستیم. به خاطر این در چشم خدا 8 میلیارد وجود نداره. در چشم خدا فقط یک موجود وجود داره. اونم هممون هستیم. و هممون هم به یک طرز به جلو میریم. تو سیستم کی بیدار شد؟ چرا اون قبلا بیدار شد؟ اون چرا بیدار نشد؟ حساب کتاب این با پیشرفت بدن و بزرگ شدن یک بدن هم در راه میتونید ببینید که چطور به وجود میاد. همه چی در یک آن به وجود نمیاد. اول شبیه یک بچه قورباغه هست. واقعا در آفرینش چطور درجه بیجانگی یا حیوان وجود داره؟ در شکم مادر هم همین شرایط وجود داره. اولش از بیجان شروع میشه و بی گیاه میرسه. بعدش هم حیوان. در درجه حیوان هم مثل بچه قورباغه هست. شبیه موجوداتی که در اول آفرینش بودن. و به آن شکل. از شکلی به شکل دیگری تکه تکه. یکم اینجاش یکم اونجاش بزرگ میشه. اون شکلی بزرگ میشه تا تبدیل به نوزاد بشه و متولد بشه. و انسان هم دقیقا به این شکله. به خاطر این به این باید به چشم یک سیستم نگاه کنیم.
و خدا با هیچ کدوممون حساب شخصی نداره. با تمام انسان ها فقط یک حساب داره. و اگه طور دیگه ای بود، یعنی حساب شخصی فرد به فرد، با کسی دیگری کاری نداشتیم و لازم نبود اینا رو بگیم و میگفتیم هر کسی نسبت به حساب خودش کارش انجام بده. اما نمیتونیم اون شکلی بگیم. چرا؟ چون هممون داخل یک سیستم هستیم. به خاطر اون همش با دیگری مرتبطه. زندگی اجتماعی هم به این شکله. یکی باغبانه، یکی دکتره، یکی مکانیکه، دیگری بقاله و غیره. چرا؟ چون هر کسی زندگی دیگری رو کامل میکنه. و ما هم تمام انسان ها، فقط انسان نه، حیوان، گیاه، بیجان، همراه با این درجات، وقتی همش هم دیگر رو کامل میکنه، اون وقت یه موجود میشیم. به خاطر این باید به چشم و به چشم صفحه های پیشرفت باید نگاه کنیم. انسان ها جدا از هم نیستند. باید به چشم یکی نگاه کنیم. سوال: نسل های میان آدم و نوح 40 نسل وقتی نقطه تو قلبشون بیدار شد، علم از کی یاد گرفتند و کار رو با کی انجام میدادند؟ به این شکل، از استادشون. و آدم هم در مرحله اول به بچه هاش یاد داد. اول از کجا شروع میکنی؟ از خانوادت شروع میکنی. بعد اون به اطرافیانت. و رفته رفته این حلقه بزرگتر میشه. همیشه. و هیچ وقت خدا هم تو کتابا به طوری که کابالیستا هم میگن هیچ نسل رو سر به خود نذاشته. و لازمه که این شکلی باشه. در غیر این صورت جایی برای پیشرفت وجود نداره. یعنی میتونی فکر کنی که مثلا یک نوزاد متولد میشه و پدر و مادرش رو میگیرن، هیچ کسی هم به اون نگاه نمیکنه. چی میشه؟ اگه تو کوچه بذاری میمیره. مگه اینطور نیست؟ به خاطر این در انسان هم به این شکله که کسایی باید باشه که به نسلهای بعدی نگاه کنه. سوال: به نظر من عیسی هم در داخل مریم یک صفحه بود. در کابالا کاراکترهای شبیه به این وجود داره؟ مثلا یعقوب یا داوود؟ نمیخواد تا عیسی بری. آدم و حوا وجود داره. از اولین آدم میتونی شروع کنی. آدم هست، حوا هست. حوا شرایط داخل آدمه. به خواست گرفتن آدم حوا میگن. به خاطر این خواست گرفتن داخل انسان مؤنثه. و ویژگی احسان کردن هم مذکر. و اگه یک مرد نتونسته ویژگی احسان کردن رو به دست بیاره، به اون زن میگن. این به جنسیت ربطی نداره. بگیم تو بیرون یک مرد بزرگ و بدنساز وجود داره، مثل بادیگارد، اما داخل خواست گرفتنشه. در معنویات بهش چی میگن؟ زن میگن. به خاطر این به چطور دیده شدنش از بیرون ربطی نداره. به این شکل این همش به داخل انسان ربط داره. به این خاطر اگه فرد در مرحله احسان کردن باشه، به اون شرایط مرد میگن. و یک مرحله بعدی هم داخل خواست گرفتن میاد، چون خواست گرفتن جدیدی افشا میشه. این شرایط هم مؤنث. باید این دوتا رو به هماهنگی برسونیم. سوال: در درس های گذشته گفتیم که پیامبران مثل ما داخل یک نوع کار کردن نیامده بودن و حالا هم میگین که با ما هیچ فرقی ندارن. میتونید اینو روشن کنید؟ چیزی که میگین یعقوب یک آگاهی رو برای ما میگه، همش در سیستم یک جایی رو به ما میگن. دوستان، خدا یک هستی آفرید. هممون هم داخل این سیستمی. هممون. هپمیز بونون ایچیندهیز. هرکس. Tamam, herkes. Ve tıpkı و مثل بدنمون که چطور قسمت هایی داره و سلول هایی داره، از موی سر، ریش، همه چیمون و میلیارد ها چیز در بدنمون وجود داره. اما این میلیون ها قسمت چی کار میکنن؟ اینا بدن و برای ما بدن میکنن. همشون در بدن یک جا و نقشی دارند. به خاطر این در سیستم هم کابالیست ها هم نقش دارند. میتونید پیامبر هم بگید.
وقتی که میگیم پیامبر یعنی کابالیستی که به مرحله پیامبری دست یافته در اصلش و نقش اونا هم با نقش ما تو سیستم یکیه. باید چه کار کنیم؟ تمام بدنمون رو باید به هماهنگی برسونیم، یعنی تمام خواست گرفتنمون باید با نور پر بشه. پیامبر یعنی چه؟ پیامبر یعنی نمونه. پیامبر örnek demek. در این دنیا بچه ها از پدر و مادرشون یاد می گیرن، اما با حرف زدن نه، با نمونه. اگر بچه دارید نمی تونید با حرف آدمش کنید، ولی اگه براشون نمونه باشین، نمونه خوبی باشین، اون نمونه رو می گیرن. به خاطر این در سیستم هم کسایی که آگاهی دارن چی کار می کنن، دیگران را بیدار می کنن. مثل این که تو کمایی، تمام انسان ها در کما هستن. واقعا هم شرایطمون همینه. کسی هم که تو کماست یواش یواش بیدار میشه و به واسطه قسمت هایی که بیدار میشن تمام بدن کم کم بیدار میشه. به خاطر این در سیستم قسمت هایی که بیدار میشن چه کار میکنن؟ یواش یواش دیگران را هم بیدار میکنن. و شما هم به خاطر چی اومدید؟ به خاطر چی بیدار شدید؟ چی شد که یهویی معنی زندگی رو پرسیدید؟ دو روز قبل همه خیلی خوب بودند و تا وقتی که این سوال سراغتون بیاد، حالا چی شد یهویی معنی زندگی؟ چرا زندگی میکنید؟ چرا؟ چون یک عده آدم دارن کار میکنند. به وقتی هم کار میکنند به تمام بدن، به تمام انسانها تأثیر میذارند. به تمام انسانها. به خاطر این یک گروه، به خاطر این باید یک نقطه شروع باشه. یک جرقه باید باشه. مثل بیگ بنگ. آفرینش در مرحله اول چطور خلق میشه؟ به طوری که دانشمندان میگن از یک جرقه بیگ بنگ تمام هستی خلق شد. این هم به این شکله. یک جرقه کوچک همونو از آدم تا حالا بیدار میکنه. و دلیل پیشرفت انسان ها هم از نسل ها پیشرفت در درجه آدمه. از اون نقطه شروع میشه. به خاطر این، اینو به چشم قسمتی از سیستم ببینید. به شکل انسان فکر نکنید و ربط ندید. چون وقتی به شکل بدن نگاه کنید، اون وقت خیلی ساده دیدگاه اولیه میشه. از طرف دیگری هم نمیتونم به شما چیزی بگم، چون زندگی به این شکله. اما به انسان ها به صورت یک صورت گوشت و استخوان باید نگاه نکنید. کم کم باید خودمونو بیرون بکشید و مثل یک مکانیزمی که کار میکنه باید ببینید. مثل یک ماشین. واقعا این شکلیه. اینجا یک سیستمی هست که کار میکنه. به خاطر این کم کم باید به این شکل نگاه کنیم و برای هممون هم شرایط اینه. به خاطر این سیستم هم چه کار میکنه؟ نقطه هایی هست که در آن آگاهی بیدار شده و اونها هم باید باشن که قسمت های دیگر هم تأثیر بذارن و هر کسی به دیگری تأثیر میذاره. اونا هم تو سیستم تأثیر میذارن. همه به دیگران از ناف وصل هستن. اینجا هم هممون، تمام انسان از ناف به هم وصلیم. به خاطر این ببینید حالا تو چین یک بیماری در اومده. ویروس. تمام دنیا پانیک کرده. چرا؟ چون 1 میلیارد آدم هست. به این ور اون ور پرواز میکنند. و حالا تمام دنیا پانیک کرده. چرا؟ چون همه از بند ناف به هم وصلیم. اگر قدیم بود، روحمون هم خبر نداشت. اگر هم خبر داشت میگفتیم و میگفتیم ولش کن ما با چین چه ربطی داریم؟ حالا نمیتونیم بگیم پروازها. همه حکومت ها بروشور سلامت پخش میکنند. چرا؟ چون در یک چیز کوچک همه به یکدیگر وصلیم. تو کوچکترین چیز. و کسایی که اون بیماری رو میگیرن 10% میمیره. آمارها به این شکله. 10% رو پاک میکنه. 800 نفر بیماره. 80 مرگ بگیم. و 1 میلیارد جمعیت چین زیادم نیست. یعنی قد گوش شطوره. ولی میبینی که همه ترسیدن. هر کسی با همدیگه در رابطه هست. به خاطر این پیامبر هم باشه.
کابالیست هم باشه، کابالیست olsun. خودتونم میتونید باشین، همه میتونن باشن. هممون سیستمین içinde işleyen bir parça. باید خودمون رو به چشم قسمت یک سیستم ببینیم. این قسمت درست کار میکنه یا نه؟ سوالمون اینه. اگه مسئولیت اینو به گردن بگیریم که درست کار کنه، به خاطر این آگاهی بالا میره. مرحله عوض میشه به طرف بالا. این چیز خوبیه. آره خوبه. چون اگر هممون به هم وصلیم، همه رو به طرف بالا میکشه. مثل این که با تمام انسان‌ها به طرف بالا میریم. به خاطر این چیز خوبیه. و دلیل تغییر نسل جدید چیه؟ چون یک معنویات در حال پیشرفت هست در دنیا. به خاطر این هم طرز فکر نسل جدید نسبت به دنیا هم متفاوت میشه. چرا؟ چون هممون به هم وصلیم. این نیست که معنویات رو به دست میاری و تأثیرش به دیگران نمیرسه. این نیست. تأثیر داره، به تمام انسان ها تأثیر میذاره. اگر انسان ها حسم نکنند باز هم تأثیر داره. و برای اینکه با آگاهی زندگی نمی کنند، به خاطر این نمیفهمند این تأثیر رو. و بیدار شدن به معنویات به خاطر چیست؟ به خاطر این که دیگران در معنویات پیشرفت می کنند. چون وقتی دیگران پیشرفت می کنند، اونها هم بیدار می شن. یعنی ما به خاطر این که با آگاهی زندگی نمی کنیم، نمی تونیم بفهمیم که چنین نیرویی روی ما تأثیر می زاره و تمام واقعیت روی ما کار می کنه. و بیدار شدن یک شخص به کار کردن دیگران بسته است. به خاطر این هم چقدر کار کنیم، اونقدر انسان ها زیاد بیدار می شن. سوال می کنند و جستجو می کنند. کار کنه یا نکنه مهم نیست. اگه بفهمه که هدف آفرینش چیه، اون وقت آدم یک مرحله بزرگ رو رد کرده. یعنی این چیز خوبی. سوال میکنن، جستجو میکنن. وقتی میگین یعقوب در معنویات، یعنی یک آگاهیه. یعقوب در معنویات به معنی خط وسط هست. یعنی شرایطی که اگو و احسان کردن رو به هماهنگی میرسونه. یعنی آگاهی دوتاشو به دست میاره. چیزی که گفتی راست و یک درجه خاصی. سوال: آفرینش جهان و هستی بین آفرینششان با انسان خیلی فاصله هست. اگر خدا همه چیز رو برای ما آفریده، به خاطر چی این همه منتظر بود؟ در چشم خدا زمان وجود نداره دوستان. در چشم خدا فقط روند تکامل هست. به خاطر این روند تکامل ما به خاطر چیه؟ به این دلیل. برای خدا زمانی وجود نداره. زمان فقط برای ما هست. در معنویات مکان زمان به طوری که ما حس میکنیم نیست. جدا از این کانسپت، زمان برای ما مجبوره باشه، چون فرد در شرایطی که داخلشه و چیزی که تو فکرشه در فاصله بین این دو حرکت مکان و زمان رو باید حساب کنه یار زمان حرکتی و مجبوره که باش. تکاملش چرا این همه طولانیه؟ چون در زمان طولانی خواسته گرفتن بزرگ به وجود میاد. uzun bir süreçte büyük bir alma arzusu. باید ظرفی مناسب باشه که بتونه تمام چیزهایی که خدا میخواد بده رو بگیره و باید به این شکل بزرگ شه. به خاطر این میگم که ایگو همیشه با بزرگ شدن حرکت میکنه. همیشه ایگو زیاد میشه و ما رو هم همراهی میکنه. سوال: چرا بعضی آمون از استراب نقطه تو قلبمون بیدار میشه و بعضی آمون همه چیز داریم ولی تو زندگی لذت نداریم؟ به خاطر این بیدار میشه. این هم همونه. استراب انسان یعنی چه؟ یعنی خواسته گرفتن مرزا نمیشه. مهم نیست چی باشه. اگه خواسته گرفتن مرزا نمیشه پس ناراحتم. آدم ثروتمند همه چیز داره. چرا لذتی نیست؟ چون اگه همه چیز داشته باشم به هیچ چیز خواست ندارم. سر لذت گرفتن اینه که به یه چیزی دلتنگ باشم. اگه خواست نداشته باشی لذتم نیست. به خاطر این میتونم خیلی ثروتمند باشم ولی امکان نداره لذتی داشته باشم. برای این همیشه حوصله‌شون سر میره. اینم بکنم، اونم بکنم و غیره. برای لذت گرفتن هر کاری میکنه و از هیچ چیزی لذت نمیتونه بگیره و به این شکل میمیره و میره. مثل همه. به خاطر این در آفرینش ثروتمند، فقیر همشون در یک کشتی هستند. آدم ثروتمند مشکلاتش بیشتره در مقایسه با آدم ساده. اموال داری یعنی مشکل داری. مالın var, derdin var. Bunun bir manevi sual, این یک دلیل معنوی داره یا قسمته؟ دوستان، هممون مجبوریم که از تجربه هایی بگذاریم. بگیم که من فقیرم. Diyelim ki ben fakirim. به آدم ثروتمند نگاه میکنم و میگم چه خوب، همه چی داره. و اونم به من نگاه میکنه، میگه این آدم تو گوشه هیچ دردی نداره. اوه، دردی تاسası yok. O bana به من اون شکلی نگاه میکنه، منم به این شکل. اون همه چی داره ناراحته، من هیچی ندارم، منم ناراحتم. اون به من نگاه میکنه، میگه کاش منم مشکل نداشتم، زیر درخت مینشستم، یک بشقاب سوپ زیر خورشید،
اون یکی اتفاقی هم میگه اگه جایون بودم هیچ وقت شخصی نمیتونه بفهمه که دیگری توشش انسانن نلر یشه. هیچ وقت شخصی نمیتونه بفهمه که دیگری تو سرش چی هست. او یزن باشه نمیتونه مسئولیت زنگین ای بی حیات. به خاطر این دیگری چی داره؟ ثروتمنده، زندگی خوبی داره. من اینو با چشمای خودم میبینم و از چشم اون نمیدونم که به خاطر اون آدم هیچ وقت نمیدونه که دیگری چطور زندگی میکنه و نمیتونه بدونه. هر کسی از خواست گرفتنش خیال پردازی میکنه. به خاطر این چیزا اشتباهه. نظرمون نسبت به دیگران همیشه غلط از آب در میاد و اشتباهه. سوال: اگر ما حیوان هستیم و همه چیز بازی خداست و بدی هم از اون میاد، چطور میتونیم خدا رو دوست داشته باشیم؟ اینجا هیچ ویرگول نقطه علامت سوالی نیست. من اینو یکم جدا کنم. چطور خدا رو دوست بداریم؟ نمیتونیم دوستش داشته باشیم. چیزی نیست که در باره اون بگیم. چون اونو نمیشناسیم. کابالیستا به ما گفتن که خدا هست. مگه من میدونم؟ نمیدونم که ندیدمش. هست یا نیست نمیدونم. ولی میگن که باید خدا رو کشف کنیم. اما دیولر که یادانو کشف بمیز لازم. اوکی خیلی خوب. چطور کنیم؟ اگه نقطه تو قلب داشته باشم میتونم هم فکر باشم. و اگه نباشه چیزی برای حرف زدن ندارم. اگه نقطه تو قلب بیدار نشده باشه یا دینداره یا نیست. به این شکل عمرش میگذره. به خاطر این کابالیستا میگن که دو نوع انسان هست. یا نقطه تو قلبش بیدار شده یعنی هدف آفرینش رو میخواد پیدا کنه. ببین نمیگن که خدا رو میخواد پیدا کنه. هدف زندگی رو میخواد پیدا کنه. تعریفشون به این شکله. یعنی کسی که معنی زندگی رو میخواد بدونه، کسی که دنبال خدا میگرده نه. اگر دنبال معنی زندگی میگرده، خدا اونو به رهبر میاره. اول به چند جا میبردش، بعد اون هم میاره. دنبالش هم کابالیستا میگن خدا هست و خوبی میکنه. تو هم به دنیا نگاه میکنه، میگه چطور میتونه باشه خدا خوبی میکنه. این آدم عقل سر جاشه میپرسی از این چی میتونم یاد بگیرم. وقتی به دنیا نگاه میکنی درسته، اما کابالیستا میگن که خدا خوبه و خوبی میکنه. اینو نمیتونم با چشم اندازه بگیرم و اگه بتونم هدف آفرینش رو بدونم به خاطر هدف، اون وقت میفهمم که خدا خوبه یا نیست. اون وقت هم حساب فرق میکنه. شرایطی که داخلش هم اگه بد باشه به خدا نمیتونم بگم که خوبه و دوستش دارم. اگه انسان تو زندگیش ناراحته، اگه بگه خدا رو دوست دارم دروغ گفته. چطور میخواد دوست داشته باشه؟ نمیتونه. دروغ بشه. خاطر این کابالیستا میگن که ببین زندگی بده. شما هم احتمالا به خاطر این اومدی. اول بیایم به زندگیمون نگاه کنیم و ببینیم طبیعتمون چیه، یاد بگیریم. درس گذشته چی یاد گرفتیم؟ گفتیم که طبیعتمون خواست گرفتن. همیشه میخواد لذت ببره. و کابالیستا میگن که یک مشکل کوچیکی داریم. هر زمان لذت و آرزو هم دیگر رو ببین، هر دو یک دیگر رو از بین میبرن. چی مون در دستمون؟ صفر. حالا میگن یا زندگیشو به این شکل ادامه میده از لذت به لذت، یعنی از لذت به بی لذت، اون شکل به اون شکل رفته رفته و میمیره. و یا بیا هدف آفرینش رو ببین که پشتش چیه. بیا تمام آفرینش رو کشف کن. آدم باید اساسا چه شکلی باشه اونو کار کنیم. حالا این چیز متفاوتیه. حالا چی کار میکنن؟ علمو برامون باز میکنن. اوکی. اگه یکی به دست آورده باشه، به کسی که به دست نیاورده یعنی استاد به شاگردش چی کار میکنه؟ میگه که ببین چطور پدر و مادر ما رو بزرگ میکنن. میگن برای اینکه بزرگ شی باید این کار انجام بدی. اینا رو بفهمی. اینو باید این شکلی انجام بدی که بزرگ باشم، بتونم روی دو پام زندگیمو اداره کنم. کابالیستا هم همینو میگن. اول باید کار کنی. خدا این و اونو به یه طرف بذار فعلا. بیا اول خودمونو بشناسیم. ما چی هستیم؟ آفرینش چیه؟ چطور کار میکنه؟ چیزی به نام خدا هست. چون ما خودمونو خلق نکردیم. میگن. اما فعلا اینا رو کنار بذار. بیا خودمونو بدونیم. کسی که خودشو بدونه خداشو میدونه، یعنی خدا. به خاطر این ما رو به یک کار عملی میگیرن. اول خودمونو بشناسیم، بعد جایگاهمون در آفرینش، تاثیر آفرینش در روی ما،
و به سمت هدف آفرینش باید چطور حرکت کنیم که بتونه چیزهایی که تو زندگی به سرمون میاد بفهمیم که همه چی چطور ما رو به اون سمت میکشونه، یعنی رمزگشایی کنیم زندگی رو. اگه کار کنیم اون وقت برای رسیدن به هدف زندگی چه کار میکنم؟ مثل بچه ای که بزرگ میشه کم کم میفهمه که چطور باید زندگی کنه. کسی هم که تو معنویات پیشرفت میکنه میفهمه در داخل آفرینش خودش رو چطور باید کنترل کنه تا بزرگ بشه و به بزرگی اون انسان در آفرینش دست یابه. چطور برای بچه هامون خوبیشون رو میخواد، خدا هم برای ما خوبی منو میخواد تا به اونجا برسیم. و تا زمانی که به اون شرایط وارد نشیم در راه مشکل داریم. آره مشکل داریم. یک بچه هم وقتی بزرگ میشه میفته زانوشو زخمی میکنه، بعد اون میگن باید مشقاتو بنویسی و میخوام مسئولیت پذیر باشه. از بچه طلب میکنیم چیزایی رو که وقتی بزرگ میشن ما هم برای بزرگ شدن باید خدا از ما طلب میکنه. به خاطر این زندگیمون خیلی موازیه و این شرایط هم چطور وقتی چیزی طلب میشه از بچه نمیخواد بازیشو تلویزیونشو بل کنه، ما هم به این شکل از بازی های این دنیا نمیخواییم دست بکشیم و انجام بدیم. فرق این دو در چیست؟ این 6 سالشه، ما شدیم 30-40-50 ولی مغزمون به شکل 6 ساله ها کار میکنه. به خاطر این لازم نقطه تو قلب بیدار شده باشه. اگر فرد دیگه داخل مسخرگی و بازی های این دنیا نیست دنیوی saçmalıklar oyunlar içerisinde değil و بتونه به طرف هدف زندگی پیشرفت کنه، دنبالش هم چیزی که خدا ازمون میخواد، فرد کم کم شروع به ادراک کردن میکنه. اون وقت میتونه بگه که خدا خوبه یا خوبی میکنه. میتونه اونو بفهمه. در گذشته چیزهایی که زندگی کرده حق میده بهشون. همه اینا رو فرد میتونه به طور مثبت انجام بده. به خاطر این در اول چیزی که میگی درسته. چطور اونو دوست داشته باشیم و چطور احسان کنیم؟ ما حیوانیم درسته، اما انسان میشیم. یاد میگیریم چطور انسان میشن و میشیم. به اون مرحله هم میایم. در حد خودمون لازم این کار رو بکنیم. در نوشته های کابالیستا وقتی به خدا رسیدن عذاب هایی که تو دنیا کشیده بودند حاضر دند دوباره اونا رو بکشند و خدا دوباره آنها را در لذت و نور پر میکنه. من شخصا دوباره نمیخوام عذاب ها رو بکشم. این چه نوع لذت یا نوره؟ نمیتونم به این معنی بدم. آره راست میگی، حالا نمیتونی مفهوم بدی، ولی برای یک کابالیست اینطور نیست. و اینم میتونی بپرسی چرا یاد میدی اینا رو؟ چیزی به بدی این نیست که با انسانها سر کله بذاری. درسته، اینم میتونی بپرسی. مگه اضطراب نیست سر کله زدن با انسانها؟ اضطراب درست، اونم میتونی بپرسی. بعد متوجه نشین از شما بیشتر اضطراب نمیکشم. هرم هاریج اوندن اضطراب چکیورم. تمام. اما öyle de sorabilirsin ama yaratılışta ilerlediğimiz zaman ama vakti der aferinleş becil olmayayım tarif ve istirap mutfabete farklı çünkü der aferinleş pişirat kerden çiye hayatla yani zendegi ve khasli gireften kodama cuda mı konan sanki iki ayrı varlıkmış gibi. Mesleğin ki do mucud de cuda hastan. Hızdırap, maneviyat da ızdırap varlığı var. در معنویات استراب هست، آره هست. در معنویات هم استراب هست، اما به شکل این دنیا نیست. استراب در معنویات به آدم خیلی زیاد عذاب میده. در دنیای ما استراب ما خودمونو خوشحال حس نمی کنیم چون نمیتونیم خواستامون رضا کنیم. وقتی که چیزهایی که میخوایم نمیشن استراب میکشیم از زندگی، مثل شکنجه. طوری که میخوام زندگی نمیتونم بکنم، کارهایی که میخوام نمیتونم انجام بدم، محدودیت ها و غیره. ولی در معنویات فرد به خاطر این که نمیتونه زیاد احسان کنه استراب میکشه و اون استراب هم از گرفتن زیادتره، مثل مقایسه دو استراب. به خاطر این تفاوتی وجود داره. به خاطر این استراب دنیاوی برای کابالیستا چیزی نیست که فکرشون رو مشغول کنه.
چون بدن گذراست نمیره و میره. چون بدن گذراست نمیره و میره. اما استراب تو معنویات میمونه. به خاطر این فرد باید همیشه اینو با عشق بپوشونه و فرد رابطهش با خدا رو هم به این مستگی داره که این شرایط رو چطور میپوشونه. به خاطر این تو کتابا می نویسه عذاب جهنم ناقص بودن فرد در دیلماست. جهنم جایی نیست که اونجا بسوزی. جهنم بیرده یانمک دیل. جهنم شرایطی که فرد نتونه به خدا پاسخ بده و حس تحقیره. چیزی که آدمو میسوزونه اینه: در دنیای ما این چیزها احساس نمیشن. İğrençlik hissi. Adamı yakan şey o. Bizim dünyamızda hissedilmiyor o tür şeyler. Ama maneviyat... Ali tu maneviyat istirab be in şekli. Be khatir in vaqti ba Khoda rabete darim, chizi ke mikhaym, Khoda chetor ehsan mikone, man ham baraye un shekl mikham ehsan kone. Yani rahi ke khodesh ro betune be un nazdik kone. Yerdana uzaklık demek. Duri az Khoda yani. Kendim için ne kadar alma arzum varsa. Be khodam her çeqat khas de girefden daşte başam. Yani un qadr dur hastam. Be khatir in dunya durtarin nokte be Khoda. Bizden yakınlık. Ve her çeqat ehsan konam be un qadar nazdik mişam. Be khatir in fasile beyne duri ve nazdiki. Niruye muharrake ferde. Ke çizi ke be adam agahi miyare in fasile hast. Ke bayad hey un fasile ro bebende. به خاطر این گفته ات برای این دنیا درسته. اما در مورد معنویات درست نیست. در معنویات برعکسشه. به خاطر این کابالیست مجبور دنبال جایی باشه که بتونه احسان کنه. و سوالات نامربوط با درس. سوال: دین به انسانها طبیعتا میخاله خیانت میکنن؟ نه دوستان، هیچ کسی داخل خیانتی نیست. اشتباه متوجه نشید این چیزا رو. اینا وجود نداره. کی میتونه به خدا خیانت بکنه؟ هیچ کسی نمیتونه. خدا هممون رو بزرگ میکنه و یه روز خوب هست و یه روز بد. در خانواده هم یک روز پدر شکلات میاره، میگی چه پدر خوبی شکلات آورد. و فرداش یه کاری میکنی، کتکت میزنه. میگی این چه پدریه؟ مثل اینکه یک روزش به روز دیگه نمیخوره. خدا هم به انسان یک کم اینطور یک کم جور دیگه بزرگ میکنه. یعنی بچه هم فکرش خراب میشه. پدر یک روز خوبه و یک روز بد. یا بله این چه پدری یعنی یا این شکلی باش یا اون شکلی که منم بدونم چطور هستی. برای آدم هم مشکله. دیلما تو زندگی ما هم این شکلیه. زندگی آدمو به دیلما میکشونه. وقتی هیچ کسی تو شرایط خیانت به خدا نیست، دوستان، هممون به آفرینش به چشم یک موجودی که بزرگ میشه باید نگاه کنیم. هیچ کسی با آگاهی کاری رو انجام نمیده. برای آگاهی باید آدم پیشرفت کنه. باید روی اینها باشه تا بتونه کاری با آگاهی انجام بده. اگه بتونیم روی این درجه باشیم، میتونیم درجه های پایین تر رو کنترل کنیم. به خاطر این تا وقتی نتونیم معنویات رو به دست بیاریم، نمیتونیم زندگی دنیوی رو هم اداره کنیم. امکان نداره. هیچ وقت شرایطی که داخلش هستیم، با مشکلات که داخلشیم نمیتونیم حلش کنیم. مشکل همیشه از مرحله بالاتر حل میشه. به خاطر این آدم تا نتونه به مرحله بعدی برسه، نمیتونه مشکلاتشو بفهمه و اونا رو حل کنه. به خاطر این هزاران ساله که انسانها داخل این شرایط هستند. تکنولوژی عوض میشه، زندگیمون هم اگه به شکل دنیوی هم عوض بشه، مشکلاتمون همیشه همونه. خدا ما رو با فکر آسوده نمیذاره زندگی کنیم. چرا؟ چون این مشکلات برای پیشرفت کردن انسان لازمه. به خاطر این به هیچ کسی به چشم بد نگاه نمی کنیم و هیچ چیزی بدی نسبت به دیگران نداریم. فقط اتفاقات تو زندگی برای کسی که کابالا کار می کنه باید همش به جلو نور بیندازه. مثل این که خدا با من صحبت می کنه. دنیا هم به من اینا رو نشون میده و میگه که با این شرایط چطور باید پیشرفت کنی. به خاطر این. شیطان حقیقت سوال: در مورد شیطان کابالا چه فکر میکنه؟ افرید، جنها و ملائک افتاده در مورد اینا کابالا چی میگه؟ کابالا در مورد شیطان یک چیز ساده میگه. شیطان خود انسان. شیطان آدم. هممون شیطانیم. انسان شیطانه. مگه شیطان چه گناهی داره؟ مگه شیطان رو هم خدا خلق نکرده؟ یعنی وقتی خدا شیطان رو آفرید، بد آفرید،
و چیزی که بدآفریدیم بود که انسان خواست گرفتنش رو به بدی استفاده میکنه. به خاطر این وقتی که میگن شیطان، تو بیرون شیطان نیست. آدم باید به آینه نگاه کنه و بگه که شیطان اینو چطور اصلاح کنم، باید راجبش فکر کنم. شیطان‌های تو داستان‌ها، ابلیس‌ها، آدم‌های بد و غیره، فرعون اینو هم، همه اینها داخل انسان. فقط خدا یک چیز بدی آفرید، یادتون بمونه اون هم انسانه. چیزی که از هیچ خلق شد چیه؟ انسان. میگه انسان از هیچ خلق کردن، مگه اینطور نیست؟ قبلا انسان نبود. حالا کی آفریده بدیو؟ خدا آفریده. و فقط بدیو آفرید، انسانو. اما این باید به این طور باشه، چون انسان مجبور از بدی خوبیو خودش انشاء کنه. به خاطر این کار بدی هم نکرد. O yüzden kötü bir şey de yapmadı. ما هم به بچه هامون از یک طرف شکلات هست و از طرف دیگه و چی خوبی نباشه کتک. زندگی همین شکلیه. به خاطر این خالق هم آدمو میخواد به خوبی بیاره. به خاطر این زندگی هممون از بدی به بدی میره. که چرا نمیتونیم خوب باشیم؟ سوالش به وجود میاد. چرا این شکلی زندگی میکنیم؟ چرا زندگی بده؟ به خاطر این شرایط عبارت از اینه. سوال دیگری که نمیگیری. Başka soru almıyorsunuz değil mi? Bunları cevap میتونم همه اینا رو جواب بدم. Bunlara. Biraz daha yapalım o zaman. Sen, Baran sormuş. Sual. Ve ders های صبح گاهی گوش میکنم. و این سه درسی که گرفتیم کمک میکنه به اینها. و این هم اینطور میشه که یک درسی رو یاد نگرفتیم و چیزهای جدیدی یاد میگیریم. این برای ما مشکل ایجاد میکنه. من میخوام به دروس صبح گاهی ادامه بده. طوری که میخواد ادامه بده. به مرکز آموزشی هم بیا. کسی که مرکز آموزشی رو تموم نکنه داخل گروه راه نمیدی. باید مرکز آموزشی رو تموم کنه، همدیگه رو بشناسیم و میتونی وارد گروه بشی. اگر به همراه مرکز آموزش گوش میدی اونم خوبه، چون مرکز آموزشی برای کسایی که اونجا هست معنی میده. سوال. خواهش میکنم تا آخرش بخونید. از طرف مسلمانان همیشه این ادعا هست که انجیل تحریف شده و هیچ مدرکی نیست. در انجیل آخرین پیامبر عیسی می نویسه و در قرآن محمد. ما وقتی کتابا رو میخونیم اعماقشو میبینیم. لکه محمد خواست گرفتنش رو باخته و در قرآن اولهاش چیزای تو معنویاتش رو میگه و بعدش میبینیم که کارو خراب کرده. من اینطور فکر میکنم، فقط اونو قضاوت نمیکنم. خواست هممون مگه این نیست؟ در مورد این طرز فکر من چه فکری میکنید؟ والا هر کسی طرز فکری داره. من بیشتر از طرز فکر در طرف اونم که واقعیت رو ببینید و ایمان بیارید. تمیزترین کار اینه. چرا؟ به تو هم بگم. حالا مسیحی ها اینطور میگن، یهودی ها اینطور میگن و کسایی که هست که میگن چرا یهودی ها پیامبر ما را قبول نمی کنه؟ چرا قبول کنه؟ مال ما بعد از اونا اومده، مگه اینطور نیست؟ و یهودی که بعدن اومده اون وقت هم میگه طرف ما کار ناقص کرده. چطور قبول کنه؟ یکم منطقی فکر کن. به خاطر این مسیحی ها میگن که ما آخرین پیامبر، بعد اون قبول نمی کنه. چرا؟ چون اگه قبول کنه میگه که ناقص بود قبول کرد، مال شما هم اومد کاملش کرد. به خاطر این هیچ وقت قبل بعدی رو قبول نمی کنه. به خاطر این هیچ وقت قبلی بعدی رو قبول نمی کنه. ممکن نیست. به ما هم واقعا از آسمان کسی بیاد و بگه که من پیامبرم و ما مسلمانیم، مگه می تونیم باورش کنیم؟ نمی تونیم، چون اون وقت میگیم مگه مال ما ناقص یاد داده بود. یکم منطقی فکر کن، چون آدم نمی تونه قبول کنه، چون میگه قبلی ها اشتباه بود یا ناقص بود مگه، که حالا بده قدیمی عادت جدید میاری. به خاطر این دین ها نمیتونن همدیگر را قبول کنند و به خاطر این میانشون هیچ وقت صلح نمیشه. به خاطر این به این موضوع ها وارد نمیشن. مهم اینه که انسان واقعیت رو ببینه.
gerçeği görüp ve vaziyet dahil zindagi qavanin xudo yaradanın kanunları qavanin afarinish hast migan hiç kəs yem nemitune bay muhalefet kone chun doğanın kanunları hiç kəs nemitune qavanin tabiat ro tagyir bede aşkar e doğasını bilirse be xatir in adam age tabiatish ro bedune tabiat afarinish ro bedune mitune do tash ro mutabiqat biyare va xudo ro kashf kone in vaqiyet aşkar e adamın işi bu kar adam ine به خاطر این در خیلی انسان ها به خاطر این در سر خیلی انسان ها فکرهایی هست اما 8 میلیارد انسان 8 میلیارد طرز فکر متفاوت به کدوم میتونی چیزی بچسبونی؟ نمیتونی. به خاطر این آدم باید به دیدن واقعیت بیاره خودشو. به خاطر این همیشه به چیزی که دیدم و فهمیدم و سرم اومده آشکار ایمان داره و مجبورم مرحله بعدی رو به این شکل انشا کنم. معنویات اینا رو مجبور میکنه و پله های نردبان هم اینو ایجاب میکنه. حتیجه سونش مرحبا میکنم. گردیم سر شد. اگه چیزهایی که میبینیم یک نور بینهایته چیزی هست وقتی مغز اونو احساس نکنه احتمالش هست که نبینه. آرکاشلر هر شی ایچیمزده دیورز اما هر شی ایچیمزده nasıl cevap vereyim ki her şey içimizde ama dışarıdaymış gibi gözüküyor. Be birun fekani ye chiz khassi bidin. Yani dışsallığa verdiğimiz yani içe bir birunuma. Belli bir şey var. Ne demek? Tamamı dünya culo çeşmemi. Ve tamamı dünya be men men munakes mikun. Vaqiyat işini. Gerçeği o. Men che hastam dünya be men munakes mikun. Bana dünyayı yansıtıyor. Veli dünya dünyayı buzur ki. Çetor yek bakiye kucak tamamı dünya ro nemitune yehoyi befahme. ما هم نمیتونیم بفهمیمش. به خاطر این کاری که باید بکنیم یکم پیشم گفتم باید از نقطه محسوس شروع کنیم. من هستم تو بیرون هم انسان ها هم هستند. دنیای بیرون هست مثل این که از من جدا هستند. من هستم و تو تصویر دوستان رو میبینم که اونا هم خودشونن. من به خاطر خودم دنیایی دارم، اونا هم دنیای خودشونو دارن. این شکلی باید نگاه کنم چون به این شکلی بعدن که پیشرفت کردیم میبینیم که هر چیزی که اتفاق میفته تأثیر یک چیز روی من حسی که داخل من به وجود میاد و فکرهایی هست اون زمان میتونم بگم که نور هست چون اون وقت دنیا در بین من و خدا به شکل یک دیالوگ در میاد و حالا به زمانی که بتونم اینو بگم باید دیالوگی داشته باشم تا بگم یعنی کابالیستا تو کتاب نوشتن من هم اگه بگم باور کردم اون وقت شبیه دینا میشه. حالا کابالیستا چرا اینا رو به ما میگن؟ چون برای پیدا کردن راهمون به ما قوانینی رو میدن. در آینده حس کردن واقعیت رو کار میکنیم. یک دو درس دیگه. به خاطر این برای پیدا کردن راهمون یواش یواش کندیمیزی یونلندرمک ایچین به ما شرایط هایی رو میدن. اونا رو انجام میدیم. و حالا نمیتونم بگم که همه چی نوره چون اون شکلی نمیبینم. و همش باید نسبت به چیزی که میبینم باید پیش برم. دوستان این خیلی مهمه. در غیر این صورت در عالم خیال میمونید. و فلسفه هم به این شکل شروع شد. چیزی که به دست نیاوردم مثل این که واقعیت خیال میکنم. و در سرم یک دنیای خیالی میسازم. فلسفه اینه. تمام دموکراسی از کجا در اومده؟ از خیال. به این شکل. یعنی نمیدونم واقعیت چیه. خیال پردازی میکنم. و میگم که راست و اشتباه باید این باشه. وقتی که اینو باور کنم به خاطر این دیدن که تماماً خیال شد. ازگین سرمش. سوال. در درجه بندی آفرینش بی جان، گیاه، حیوان و سخنگو کسی که صورتشو به طرف خورشید میگیره گیاهانی که به ظرف شارنی میکنند میتونم راجع به اینا رابطه لذت رو بفهمم. فقط ماده بی جان چطور میتونه خاص داشته باشه؟ چطور میتونه لذت ببره؟ نتونستم بفهمم. زندگی بدون خاک امکان پذیره میدونم. لذت گرفتن خاک هم به این معنیه که اون هم احساس داره. چی هست؟ اتم ها هستند. اونها هم همش در حال حرکت هستند. در واقعیت همه چی در حال حرکت هستند. وقتی که میگیم بی جان، سیاره ها هم بی جان هستند. ولی چه کار میکنند؟ در اطراف خورشید میچرخند. ما اطراف زمین میچرخیم، اگه نه؟ اینها چی رو میگن؟ حرکت در هستی یعنی کامل نیست.
اگر حس کامل بودن رو میکردم هیچ حرکتی نمیکردم. مثل این که خودمو خیلی خوب احساس میکنم تا وقتی که یک طرفم بیحس شه حرکت نمیکردم. ولی یک چیزی ناراحتم میکنه، جامو درست میکنم، یعنی در حال حرکت هستم. چون خواست گرفتن دیگه از این شرایط ارضا نمیشه. به خاطر این در درجه بیجان هم تمام اتم ها هم در حال حرکت هستند. چرا؟ خواست گرفتن میخواد به تعادل برسه. حالا در بین درجه های بیجان، گیاه، حیوان یک تعادل طبیعی وجود داره. چون مثل ما پستی و ایگو ندارند. در داخل یک تعادل طبیعی هستند. به خاطر این اگر انسان نبود، همه چی داخل یک تعادل به جلو میره. انسان به خاطر ایگو و خواست گرفتنش تمام طبیعت رو زیر و رو کرده. به خاطر این وقتی قسمتی از واقعیت تمام جهان یک خواست گرفتن و ما هم نمیتونیم از اونها جدا بشیم و اونها هم از ما نمیتونن جدا بشن. به خاطر این چه کار باید بکنیم؟ باید طبیعت و انسان به یک تعادل برسه. اینجا هم به این شکل تمام هستی نسبت به یک سیستم کار میکنه و ما هم باید خودمون رو به سیستم هماهنگ کنیم و به خاطر این باید به چشم یک کل نگاه کنی، چون از هم جدا نیستند. اونها هم در حال حرکتند و حتی اونها هم خواست گرفتنشون رو با خواست گرفتن تمام سیاره ها، کهکشان ها، همشون به دنیا تأثیر میذارند و اونها هم قسمتی از خواست گرفتن هستند. Taşkın sormuş. Sual. Hazreti Muhammed veya nebihay diğer nispet be khuda mas'uliyeti ki gereftan az khaste gereftan reha shudand. Alma arsundan arındırılmış mıdır? Be dast biyayim ve bebilim görelim. Ege ara hem begin az hebs mişe. Tamam ezbere olur. Nasıl? Çetor mitunem ara begin. حق با پدرمه. چطور میتونم بفهمم که حق با پدرمه؟ وقتی من هم پدر شدم و خودمو در اون شرایط پیدا کردم، اون وقت میتونم. ولی اگه یک بچه هستم نمیتونم بفهمم. تنها دلیلی که میگم حق با پدرمه اینه این رو انجام ندم. به خاطر این که نمیخوام برام غر بزنه، پدر گفت ما هم انجام بدیم راحت باشیم. ولی بعدن چرا میبینیم حق با اون بود؟ چون من هم پدر میشم و میبینم که حق با پدر بود و فهم این رو داشت. منطق و فهم معلومی داشت که گفته اینو انجام بده. به خاطر این ما هم وقتی به دست نیاریم نبینیم نمیتونیم بفهمیم. به خاطر این هم کابالیستا میگن که بی دلیل باور نکنید. بیاین از داخل زندگی کار کنیم. خودمون رو بسازیم. مثل اونها باشیم. اونها هم خودشونو انشاء کردن، خودشونو با کردن ساختن. همان چیز برای کسی که تو کار معنویاته این شرایط هست برای تمام انسان ها. وقتی اونجا رسیدیم میبینیم. سوال ما در درس قبل بد متوجه شدیم. کسی که دسترسی به کبالا برایش امکان پذیر نیست چطور باید بکنه؟ منظورم این بود. بگیم انسان فلجه و نمیتونه حرف بزنه. گروه 10 نفری رو از کجا پیدا میکنه؟ و چطور شروع به کار میکنه؟ و یا در جنگل بکر که کسی در اونجا زندگی نمیکنه و نقطه تو قلبش بیدار میشه و غیره. اگه نقطه تو قلبش بیدار بشه، اگه میخواد این کار رو انجام بده، خدا مجبوره به آدم شرایط ها رو بده. یعنی از طرف یه آدم رو بیدار میکنه و از طرف دیگر چیزی بهش نده، این یکم مناسب نیست. این چیز امکان نداره. به بچه هامون هم به این شکل. اگه میتونن یک کاری رو انجام بده، اونو میدیم که انجام بده. و اگه نتونه نمیدیم. به خاطر این هم خدا به فرض، اگه شرایطی هست که میتونه انجام بده، تمام شرایط رو براش میده. و چه شرایطی هم بده، آدم از داخل اون شرایط میتونه انجام بده. بگیم، آدم فلجه، و گروه 10 نفری نداره، ولی گوشهاش که میشنوه و فلجه، نشسته نگاه میکنه. نگاه کردنش، شنیدنش، همه اینها قسمتی از اصلاحش هستند. همه ما باید به این دنیا احترام بذاریم. هرچی که تو این دنیا به سرمون میاد قسمتی از اصلاحمونه. به خاطر این شرایط این دنیا رو کم نمیبینیم. در دنیا واقعا انسان‌هایی هستند که در آن شرایط هستند. چرا هستند؟ اصلاح تمام انسان‌ها قسمتی از اصلاح ما هم هستند. واقعا این شکلیه.
به خاطر این gerçekten öyle. O yüzden hemen az اصلاح می‌گذریم. اصلاحtan geçiyoruz. Manaviyat yekem ve اصلاحمون آگاهی میاره. اصلاحımıza biraz راه یکم معنی دار میکنه. Yolu biraz anlamlı kılıyor. O yüzden bu tür durumda olan به خاطر این وقتی کسی در این شرایطه و گوشهاش میشنوه یعنی اگر فلج هم باشه بگیم که سرش کار میکنه گوش میکنه میتونه انجام بده میتونه پیشرفت کنه سوال رابطه میان خواب و تغییر وجود داره هیچ رابطه ای نداره خوابها کاملا به درجه حیوانی ربط داره سگ‌ها هم خواب می‌بینند. منم قدیمی یه سگ کوچولو داشتم. اونم وقتی می‌خوابید صدا می‌داد. چون خواب می‌دید. دوستمون خوب می‌دونه. اون دامپزشکه. خواب‌ها با معنویات هیچ رابطه‌ای ندارند. چیزایی که در روزمرگی می‌گذرونیم، مغز مجبوره خودشو در خواب ریسیت کنه. ما وقتی تو خوابیم، می‌تونیم فکر کنیم. در طول روز چیز زیادی ندیدیم. فازله بیشی yaşamadığımızı düşünerek uyuyor olabiliriz ama bizim beynimiz ولی مغز ما، حس‌های ما در یک آن میلیون‌ها چیز رو آنالیز می‌کنند که ما متوجه آنها نیستیم. ولی حس‌هامون خیلی چیزا رو حس می‌کنند. دیتیل های اطراف اون رو حس میکنه ولی ما میگیم امروز با علی حرف زدم با ولی حرف زدم مثل اینکه چیز دیگری نشد اینطور نیست به این خاطر وقتی بدن خوابه خواب یعنی چیزایی رو که دیدم اونها رو طبقه بندی میکنم حسام و دیده هامو به خاطر این مغز چنین کار کردی داره تجربه ها داشت ها حافظه مغز اینا رو دست بندی میکنه کارش اینه. در غیر این صورت تو زندگی نمیتونستیم حساب کتاب کنیم. تنها هدف ما حساب کردن. به خاطر این با معنویات هیچ رابطه ای نداره. سوال در نسل های بعد از ما معنی خدا عوض میشه و مفهومش رو عوض میکنه. دوستان یکم فهم آگاهی میاد. یعنی فهم یعنی چه؟ وقتی میگیم معنویات هزاران تعریف در مورد معنویات داریم. روحانیت بگیم بعضی آدم ها میان میگن از روحانیت حرف بزنیم اولینو میپرسم که روحانیت برای شما چه مفهومی داره به من تعریفش رو بگید به خاطر اون تعریف ها ادامه بدیم چون در سر هر کسی خدا فرد متفاوتی وجود داره برای بعضی ها کسی که حوری میده برای من کار کردی پوری میدم بهتون مثل شکلات پخش کردن سیاسی ها فهم یکی این شکلیه نسل جدید به خدا به این شکل نزدیک نمیشه چون نرمال نیست به خاطر این به این شکل نزدیک نمیشن به مسئله وقتی آگاهیمون افزایش پیدا کنه تعریفمون عوض میشه تو دنیا همین شکلیه انسان با بزرگ شدن و بیشتر شدن آگاهیش معنی که از یک کلمه میگیره کلمه ثابته ولی مفهومش در داخل عوض میشه تعریف عشق و نفرت خوب و بد وقتی بزرگ شدیم عوض میشه تلخ شیرین همه چیز چرا؟ چون بزرگ میشیم به خاطر این با پیشرفت باید به واقعیت بیایم وقتی به واقعیت بیایم همه چی مفهومش عوض میشه سوال سازمان هرمسی پگاه زرین به چیزهای روحانی اهمیت میدادند فکر کنم در کابالا به چیزهای روحانی متافیزیک اهمیت داده نمیشه. دلیل این چیه؟ من تو عمرم چیز روحانی ندیدم. به این خاطر یعنی تو زندگی چیز روحانی چی میتونه باشه؟ به من مثال بزنی و بگی من اینو دیدم و این خیلی روحانی بود. بگین که به خاطر اون جواب بدم. من تو زندگی چنین چیزی ندیدم. من زندگی رو خیلی واقعی میبینم. یعنی خوب هست، بد هست. تمام شد. یا روزم خوب گذشت یا بد. یعنی تو زندگی تو اون چه چیز روحانی وجود داره؟ روحانی چیه؟ این شد و خیلی روحانی بود. بگین جوابشو بدم. در علم کابالا این چیزها وجود نداره. در علم کابالا فقط زندگی انسان و آفرینش و فهم دلیل آفرینش و نیروی پشتش به دست آوردن اون هست. و اینجا هیچ چیز روحانی وجود نداره. هر چیزی که انسان نتونه بفهمه براش
روحانی میاد. شکل عوض کردن ماه از ماه گرفتگی تا ماه کامل، اون هم یک چیز روحانی. چرا اینجور شد؟ دیدم که خورشید است، اطرافش میچرخه و ما هم به اطراف ما میچرخیم. بازتاب نور شکل اون عوض میکنه. تموم شد، حالا به آگاهی اومدیم. چیزی روحانی وجود داشت؟ نه، به خاطر این روحانی یعنی نمیفهمم. در علم کابالا هم به فهم مطلق اومدن انسان هست. سوال، کلیپوت چیه؟ و این با کابالا مخالفه؟ نه، کلیپوت چیز مهمیه و بهش احترام داریم. کلیپوت یعنی آشکار شدن بدی انسان، چیزی که بهش پوست میگیم. کلیپوت یعنی پوست، لایه، کلیپا، پوست، مثل پوست میوه. چرا مهمه؟ چطور پوست میوه از میوه محافظت میکنه؟ پوست ها هم از انسان محافظت میکنن، یعنی گوی انسان در اصل از انسان محافظت میکنه. به خاطر این وقتی تو معنویات پیشرفت کنیم، کلیپوت چیزهای بد به وجود میاد. آدم هم وقتی اینا به بیرون میان باید اصلاحشون کنه. سوال، آیا در کلیپوت پنج نور هست؟ کلیپوت تاریکی فهمیده میشه. چرا تاریکی؟ چون نمیتونی نور رو داخل تاریکی بکشی. فقط اگر اصلاحش کنی اون وقت چی میشه؟ از نور پر میشه. در مرحله اول کلیپوت تاریکی. یعنی چه؟ یعنی جایی که خواست گرفتنم اونجاست و جایی که خواست گرفتنم هست اونجا به خدا دور هستم. جایی که از خدا دور باشم نمیتونم نور رو بگیرم. ولی اگه بتونم اعمال بد کلیپوت را اصلاح کنم و تغییر به احسان کردن بکنم، اون وقت با نیت احسان آرزوم رو میتونم با نور پر کنم. ولی دیگه از کلیپوت بودن خارج شد، چون اونو تغییر دادم. چرا تغییر دادم؟ چون به اعمال خوب تغییرش دادم. سوال، چرا خدا قبل از اینکه ما رو بیافرینه چرا این همه صبر کرد؟ اگر دنیا برای ما خلق شده، چرا در داخل یک زمان کوچک ناچیزی هستیم؟ و چرا این همه جهان رو خالی گذاشت و هدفش چی بود؟ bunca zaman neden evreni boş bıraktı veya hedef tekamül amaç gelişimdi. Yekem piş be dostumun hem goftan. Yani tekamül zaman mı? Gelişim zaman alan bir şey. Neden çıra in hem lazım zaman megire? ببینید اگه جزئیات زیاد باشه یک آگاهی خیلی بزرگ فکر کنید. بir bilinç düşünün. در داخل آگاهی چقدر جزئیات هست؟ میلیاردها جزئیات هست. همه اینا رو چطور میتونم به دست بیارم؟ با بیرون آمدن از اینها میتونم ödeyim bir şeyin ortaya çıkması lazım. Bayet bir şey şey lazım yani. Tabetunam onu be dast diyor. Akabinde edinebileyim. Eğer şahsi bir dereceye bozuk miyat, fasile hem bayet un kalp bozuk var. Bir hatim der çeşme khuda zaman vücut ne der. Yaratanın gözünde zaman yok. Zaman fakat beray mas. Zaman bizim gözümüzde var. اون هم وقتی تو این دنیا هستی، معنویات پیشرفت کنید، اون هم از بین میره. به خاطر این باید به این گذر زمان به این شکل نگاه کنید. سوال، کی وارد کار تئوری میشید؟ در علم کابالا کار تئوری وجود نداره. در علم کابالا یاد میگیریم و انجام میدیم. اولین درس ها میتونه تئوری باشه برای ساختن پای، اما اینجا تئوری وجود نداره. این دنیا دنیایی که آخرین نقطه آسیا شروع میشه و دنیای آسیا یعنی انجام دادن. به خاطر این تو دنیای ما همه چیز مجبور انجام بشه. دنیای عمل. به این خاطر در ما تئوری وجود نداره. ما یاد میگیریم، خودمون رو میفهمیم و روی خودمون کار میکنیم. کسی که تئوری کار میکنه، البته تو علم کابالا، نمیتونه پیشرفت کنه. کار باید کاملا عملی باشه، لحظه به لحظه. سوال، این زندگی کی پایان مییابه؟ وقتی با خدا یکی شدیم؟ حالا اینطور بگیم. چرا حالا اینطور؟ چون ادامهش هم هست. یعنی یک جای پایانی داره و بزرگ شدن انسان هم یک نقطه آخری داره. به خاطر این بزرگ میشیم تا به جای مشخصی بیایم. بعد اون که اومدیم مرحله بعدی رو میبینیم. سوال، بگیم تمام انسان ها با خدا یکی شد، یعنی آخر دنیا است؟ آره، آخر دنیا هست و هممون هم خیلی خوشحال میشیم وقتی به اون نقطه رسیدیم و همراه رها شدن از این دنیا. سوال، آدم های جدید متولد شد و این تا ابد ادامه پیدا میکنه؟
نه تمام؟ این دنیا این واقعیت با اصلاح انسان دیگه داخل حسامون وجوده، این دنیا برامون از بین میره. به خاطر این اینجا یک عالم خیاله، مرگ انسان هم به این خاطره. به خاطر این اینجا یک جای گذراست، مثل این که در راه در یک ایستگاه هستیم، مثل توریست تو این دنیا متولد شدیم، مثل توریست گذرا اومدیم، گشتیم، دیدیم و بعد میمیریم، میریم مثل یک سیاح. به خاطر این بعد از به دست آوردن معنویات به شکل انفرادی، اگر انسان به آخرین اصلاح بیاد، حس این دنیا تو این انسان نمیمونه. سوال: کسی که خدا رو ندونه، نشناسه، بعد از مرگش تا وقتی که نقطه تو قلبش بیدار بشه هی تناسخ انجام میشه، تمام سیستم هی تناسخ انجام میده. حتی در مورد این در قسمت سوالات تو سایت میتونی پیدا کنی. دوستان هم لینک به شما میفرستن. در مورد تناسخ اونجا جواب دادم. به شکل فردی نیست، باید به چشم یک سیستم نگاه کنی. در غیر این صورت این زندگی برای ما شانس آخره. هممون به خاطر این که یک مخلوق هستیم و اون هم که هی بزرگ میشه، برای هیچ کداممون شانسی نیست. در غیر این صورت پیشرفت هم نبود. اگر یک شانس داشتیم چرا نمیشد؟ چون نمیتونستیم به مرحله بعدی بریم. یعنی یک نسل بعدی یعنی چه؟ نسل بعدی یعنی تمام چیزهایی که تا حالا به دست آوردیم همش رو میدونه. مثبت یک یعنی. به خاطر این اگر شانسمون تموم میشه، پیشرفت مرحله بعدی هم نیست. O yüzden şansları bitmiş olsaydı bir sonraki gelişim safhası olmazdı. به خاطر این چنین چیزی نیست. فکرشو نکنید. هممون پیشرفت میکنیم. این تناسخ موضوع سختیه. یکم فهمیدنش سخته. ولی کم کم میفهمید. در معنویات لحظه به لحظه ما تناسخ پیدا میکنیم. با مرگ و زندگی هیچ ربطی نداره. لحظه به لحظه. به خاطر این چیزی که تو دنیا تعریف میکنن، مردم و دوباره اومدم. به اون شکل نیست. سوال: در یوتیوب از شما یک چیزی شنیدم، در مغز انسان یک دوربین هست و یا یک آینه. چیزی در مغز انسان به شکل دوربین. میتونید اینو باز کنید برامون؟ اون از مقاله بالها سلامه. آدم همه چیو یک دو درس دیگه حس کردن واقعیت داری. درس 4 یا 5. اگه تعقیبمون کنی اون وقت حرف میزنی. درس حس کردن واقعیت یا این هفته یا اون یکی هفته. ارزششو داره که بیا درسو گوش بدی. سوال: انسان همه چیو برای خودش میکنه. میتونید اینو یکم برامون توضیح بدید؟ طبیعت ما اینه. طبیعت انسان اینه. انسان همیشه برای منفعت خودش کار میکنه. مثل اینکه تو اوتو پیلوت وقتی هم که به کسی خوبی میکنی، به خاطر اینه که خودتو دوست داری. وقتی هم به کسی بدی کنی، اون هم برای اینه که خودتو دوست داری. هر کاری که میکنی فقط برای اینه که خودتو دوست داری. مثل اینکه تو اوتوماتیک هستی. چیز بدی نیست. طبیعت هممون این شکلیه. هممون بد هستیم. طبیعتمون این شکلیه. به خاطر این شرایط و لازمه که به دیدن این برسید. کسی که اینو نبینه نمیتونه خودش رو به اون شکل ببینه. مثال: وقتی به کسی دلمون میسوزه کمک میکنیم، اینو برای ارضا کردن حس دلسوزی خودمون انجام میدیم. دقیقا این شکلیه. چرا؟ چون خودمونو خوب حس میکنیم. یکی گشنه بود و نصیح کرده. حالا من چه آدم خوبیم. به خدا نزدیکم. خودم رو دوست دارم. به این شکل. طبیعتمون این شکلیه. اینو برای این نمیگم که بدیم. به هیچ ویژگی انسان نمیگم بده. در انسان یک ویژگی خوبی کردن هست و اگر انجام نده خودشو بد حس میکنه. و میبینی انسانهایی هستن به خاطر سگها از این ور به اون ور میرن. برای نجات جنگلها از این ور به اون ور میرن. برای نجات جنگل هر کاری میکنن. ولی اگر به درخت دست بزنی، راضیه که تو رو بکش. کاراکترش اونه، یعنی برای حفاظت از جنگل راضیه تو رو بکش. انسانها به این شکل هستند. چرا؟ چون طبیعتش اون شکلی. به اون شکل فکر میکنه که خوبی میکنه. اما تو معنویات چنین چیزی وجود نداره. به کسی که دوست داریم و یا به حیوان، اینو هم برای خودمون میکنیم. البته که چون از این کار لذت میگیریم. اگر لذت نمیبردم نمیکردم. اونجا لذت هست و یا وجدانت راحت نیست. دوتاشم یکی.
Ya vicdanı kodamı rahat mı kınam ya lezzet mi berem. Dota şekil. Be khatir in adama hame kari anjam miden. Hocam yüzlerce din ve peygamber var. Fakat sadha din ve peygamber vücud dar. Fakat vakti dahil çahar dini bozor ki budem, بعد اون به شما دست یافتم و چیزی که دیدم همش از کابالا تغذیه می کنند. چیزی که دیدم درسته به خاطر این همش از ابراهیم میان. همش رو از ابراهیم گرفتند. درسته به این شکل. سوال این دنیا وقتی کابالا رو به دست میاریم اگه یک وسیله است باید اینو بفهمیم که باید از اینها نتیجه گیری کنیم. آره در داخل این نتیجه گیری باید عمل هم بکنیم. چون وقتی میگیم نتیجه گیری باید مفهوم داشته باشیم. باید مفهوم بدی بهش. فقط با نگاه کردن نمیشه. اینطور نیست مگه؟ چه کار باید بکنم؟ باید یک قسمتی از سیستم باشه. مثل این که تو جامعه جایگاهی داره، مثل قسمتی از یک دستگاه. اینجا هم به یک فاکتوری که داخل کسی کار میکنه به این شکله. یعنی آگاهی ها علم های مثبت که به دست میاریم، یعنی اینها همش برای من معنیشون از بین میره. یعنی نمیتونی داخل اون چیزهای چیز به دست بیاری. آگاهی یعنی فهمیدن و لذت بزرگی و احترام هم میذارن. علم چیز خوبی ولی نمیتونه آدمو به مرحله بعدی ببره. فرقش اینجاست. به خاطر این وقتی نقطه تو قلب بگیم یعنی خاص به طرف بالا داره. به خاطر این نقطه تو قلب خیلی مهمه. نقطه تو قلب نباشه تو بالا نمیشه کاری کنی. سوال میتونین در مورد ستاره داوود اطلاعاتی بدین؟ ستاره داوود زرامپین سفیروتی به نام زرامپین وجود داره. اونه. سوال محصوم چیه؟ محصوم مرزی که حس خدا و ما رو از هم جدا میکنه. اگر محصوم رو بگذرونیم خدا رو افشا میکنیم. اون تغییر رو باید انجام بدیم. سوال کسی که نقطه تو قلب داره به خدا اهمیت زیادی میده. اینطور فکر میکنم که تنها واقعیتونه و هی اون حالت رو از دست میدم و میفهممش که این طبیعیه که بیفتی. و اما در معنویات جوابها در مورد تلاش خواست پیشرفت چی رو میخواد به ما بگه؟ دوستامو تلاش یعنی در کار چیزایی رو که یاد میگیرم انجام بدم. تلاش اینه. و کار کردن با دوستا رو بعدن یاد میگیریم. مجبور دوستان از گوش دوست و خون باشند؟ آره نمیدونم تو فکره چه خیال میکنی ولی لازمه به این شکل باشه. یعنی باید فرد واقعی در جلوم باشه تا بتونم باهاش کار کنم. در غیر این صورت چطور میتونه باشه؟ سوال مثلا در گروه هیچ شرکتی نداشتن ولی از سال 2014 تا حالا هم درس شما رو مرتب تعقیب میکنم و از منابع راه خودم رو میسازم. این به این معنی نیست که من در گروه نیستم. میدونم همراه شما هستم. یعنی وقتها در کنار شما مینشینم. وقتی به صورت فیزیکی نباشم این چی عوض میکنه؟ وقتی به صورت فیزیکی با دوستان نباشی تجربه هایی که به دست میاری ناقص میشن. چطور با یک کسی که به صورت فیزیکی دوست داری میتونی راجع به اون چیزهایی بدونی؟ در غیر این صورت امکان نداره. یعنی رابطه میان انسان ها، یعنی چیزهایی که میانشون اتفاق میفته خیلی مهمه. چیزی که ما رو انسان میکنه به خاطری مهمه. دوستان خیلی مهمه. بگیم تو رابطه هامون زن و شوهریم و در میانمون هیچ رابطه ای نیست و من میگم فکرشو نکن من در پیش تو هستم. یعنی چقدر میتونه منو تحمل کنه؟ فکر نکنم زیاد تحمل کنه. چرا؟ چون از رابطه شدن بیرون میاد. به خاطر این دوستان خیلی مهمند که بتونم از دوستان یک چیزی یک حسی بگیرم. در رابطه با اونا کاری که میکنم چیزیه که خودم از خودم در بیاره. به خاطر این باید به دست آوردن تجربه هایی که بتونه منو از خودم بیرون کنه باید با اونا کار مشترک انجام بده. دوستان عزیز همگی شب بخیر. میتونیم بگیم که به آخر امروز هم اومدیم. مواظب خودتون باشید. هفته دیگه میبینمتون. هرکزه ای اکشاملر گروشمک سر.